بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه، اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. اجازه بدید که این دوستان رو هم تگ کنیم. بله، شما هم اگه لطف کنید ویدیوهای ما رو با دوستانتون شیر کنید یا در میان بذارید یا تقسیم کنید یا بهشون خبر بدید، هر چی که دوست دارید، ممنون میشید. ببخشید ما این سرماخوردگی ولمون نمیکنه. دو روز اینجا هوا بسیار خوب شده بود، بهار، امروز دوباره سرد، فردا هم گویا سرده، بعد از پس فردا هوا خوب میشه. در هر صورت نمیدونم، یک عامل بزرگش این شناسنامه ما هست. گفت که چرا اینقدر مریض میشم، گفت که دلیلش توی شناسنامت نوشته، برو نگاه کن. ولی توی این منطقه خیلی ها مریضن، حتی مدرسه ها دیگه عاجز شدن، نمیدونن چه کار کنن، چون وقتی یکی مریض میشه بهش میگن خب بچه مدرسه نیاد، ولی دیگه وقتی همه مریضن اون موقع چه باید کرد نمیدانند. این هم از این. اجازه بدید ما این برنامه رو با دوستان دیگه هم در مردم تیوی شیر کنیم. و این که میبینید روی فیسبوک بالای سر ما نوشته پریویو، یعنی نشون میده ما از یه سیستم دیگه داریم استفاده میکنیم. این ماجرای کروم، ماجرای فایرفاکس، ماجرای اینترنت اکسپلورر. اینترنت اکسپلورر یه چیز دیگه داره به نام ایج، این کروم یه چیز دیگه داره به نام کرومینیوم یا کرومیوم، من نمیدونم، مرض دارن. فایرفاکس یه چیز جدید درست کرده به نام کوانتوم. بعد شما میای از فایرفاکس 56 57 58 ورژنش به کوانتوم بدونی که بخوای، بعد یه برنامه‌ای رو که داری باهاش کار میکنی میگه اینا رو نمیتونی استفاده کنی. اینترنت اکسپلورر که آقای بیل گیت پول خودش ساخته راحت، الانم آقای ترامپ کلی بهش کمک کرد حسابی بهش پول بده، چون به 1% پولدارای آمریکایی فقط این تکس کمک میکنه. و اگر شما هم تصادفاً امسال که نه، سال 2018 2000 دلار گیرتون میاد، میگه باش تا صبح دولتت بدمد، میگه 10 سال 9 سال دیگه برمیگردن و چنان این 2000 دلار رو ازت میگیرن که میگی که ای کاش نگرفت 2000 دلار گیرم نیومده بود. در صورت اینم ماجرای تکس و اینم ماجرای برنامه ما و اینها. یک فیسبوک یه برنامه ای داره بهش میگن شیر اسکرین. شیر اسکرین یعنی صفحه کامپیوترتون یا مانیتورتون رو میتونید با دیگران، به اصطلاح به دیگران نشون بدید. بذارید من ببینم اگه بشه با این دوربین، خواستم باورتون میشه دوربین ها اینقدر این روزا، این یه دوربین یعنی اصلا شما تو دست میتونی قایمش کن، یه دوربین HD هم هست. اوکی، این یه دوربین، ما که اینجا مرض داریم هر روز میریم یه چیز جدید میخوایم. این یه دوربینه، ببینید این، این گل موی خانما بود، میذاریش روی مانیتور، بالا پایین، زوم، فوکس، همه چی. این یه دوربین. یه دوربین دیگه هم که از قدیم الایام داریم، این آقا هست که مثل خودمونم توپله، این لاجیتک. و بذارید من یه بار این سیستم اینجا رو بهتون نشون بدم، چون گفتم بهتون بعضی وقتا حتی دوستانی که خودشون تلویزیون دارن و اینها میگن آقا این حرفا چیه، مگه میشه یک نفره؟ میگم بابا این روزا که بچه ها از تو تخت خوابشون نشستن دارن ویدیو درست میکنن. من اینو به شما نشون بدم و ضمناً تاریخ رو هم براتون راه بندازم که هم 20 دسامبر، هم 29 آذر، هم شنیدم امشب شب یلداست. مگه شب یلدا نباید 30 آذر و 1 دی باشه؟ در هر صورت ماجرای شب یلدا براتون صحبت میکنم. بذارید من این ویدیو رو عوض کنم، اینو بهتون نشون بدم ببینیم که چگونه است. میگه لاجیتک، این روشن میشه و اینجا هم ما میان کامرای 3 رو به شما نشون میدیم، میشه کامرای 3. وقتی بگیم کامرا دیگه حالا فکر نکنید یه دوربین 16000 دلاری. بذارید من از سمت چپ یا اصلا از خودم نترسینا، از خودم شروع کنم، بچرخم مثل عقربه ساعت بهتون نشون بدم که اون دریچه هست و بعد میاد اینجا. این سیستمی هست که
1100 دلار شما میدید، اینو میخرید، روی مانیتور نصب میکنید، بهش میگن وید بلاستر. اگه خواستید ما هم نماینده فروشش در ویرجینیا هستیم. این صفحه اصلی من هست که وقتی برنامه ندارم از اینجا به اصطلاح کار میکنم. اون موقع با یک کامپیوتر کار میکنم مثل همه شماها. بعد اینم پروگرامیه که برنامه ها رو به اصطلاح میفرسه روی آنتن، حالا هرچی بگید شما، روی هوا. اینم من براتون بزرگتر کنم، چون یکی از محاسن کارای تلویزیون و اینا اینه که آدم خودش رو میبینه، دوست داره، خوشش میاد و الی آخر. اگه خواستید من یه استدیوی به این کوچولویی و نمیدونم نقلی، اینم دوربین اصلیمونه، اون دوربین کنونی هست که به اصطلاح کوالیتیش بهتر از اینا هست و کار کردنم باهاش راحت تره. همه سیستم ما همینه. اینم سیستمی که فیسبوک رو نشون میدیم و الی آخر. حالا بذارید ما این سیستم رو عوض کنیم، بیایم روی افکت دو و برنامه چیز، این دوربین رو هم خاموش کنیم و اگر کسی خواست ما حاضریم کمک کنیم، راه بندازیم، تلویزیون 24 ساعته براتون درست کنیم که دیگه نرین تو یوتیوب یه ویدیو بذارید بعد بنویسید تلویزیون جهانی خودم. حداقل یه دو تا ویدیو و اینها مال خودتون باش. و اما اصلا چرا اینا رو گفتیم ما؟ دلیلش این بود که بعضی دوستان زنگ میزنن میگن آقای سوری ما یه تلویزیون راه انداختیم. میگم خب مبارکه، برنامهاتون بفرستید اینجا هم پخش کنیم. میگن نه هنوز راه ننداختیم. میگم شما خودت گفتی راه انداختی، میخوای چه کار کنی؟ خلاصه همه اطلاعاتی که میگیرن بعد میرن میگن آقا بریم با دوستامون صحبت کنیم. بعد با دوستاشون که صحبت میکنن برمیگردن میگن حالا میشه شما یه تخفیفی به ما بدید؟ میگم آقا دیگه 100 دلار، 150 دلار، 500 دلار، 300 دلار چیه که تخفیفش چی باشه؟ بمانه. از حکایت کم کن یا از شکایت کم کن و بر مبلغ افزای. امروز 20 دسامبر 2017 است، برابر با 29 آذر 1396 چهارشنبه است. من از آمریکا با شما هستم و اینجا هم ساعت 2:08 است. بنا به گفته و ایمیل دوستان امشب شب یلداست. من برای یکی از دوستان نوشتم والا من نمیدونم، حالا من زمان پدر بزرگ و پدر و اینها یادم نمیاد، ولی زمان خودم این 61 سالی که یادم هست، شاید به دلیل اینکه دیگه تلویزیون اومده بود و مردم سرشون به تلویزیون گرم بود و هیچ کس ناراحت این نبود که امشب طولانی ترین شب هست و ما چه کار کنیم؟ بریم هندونهی که فصلش نیست بخریم، اناری که فصلش نیست پیدا کنیم، آجیل مشکل گشا. اصلا آجیل مشکل گشا با شب یلدا چه کار داره؟ نمیدونم. چهارشنبه سوری میشه آجیل مشکل گشا، شب یلدا میشه آجیل مشکل گشا. من نمیدونم ما ایرانی ها چقدر مشکل داریم، حالا گشادیمون حرفی نداره، ولی چقدر مشکل داریم که میخوام اینا رو گشا کنیم یا گشاد کنیم، هرچی. در هر صورت من یادم نمیاد تو خونه ما شب یلدا رو جشن گرفته باشن، نشسته باشیم همین شعر بگن، کاسه شعر بگن. میدونید ماجرای کاسه شعر اینه که تو مهمونی ها شعر می نوشتن می انداختن توی کاسه ای. اتفاق خانم فرشته فرهمند اینجا در کانون دوستداران فرهنگ ایران یا خانه ایران اون وقتا این کارو می کرد. یه چیزی داشت اینجوری شیشه ای مثل ظرفایی که برای ماهی و اینها می گیرن و شما شعر می نوشتی می انداختی داخلش. که من یادمه اولین باری که رفتم تو این، من که شاعر نیستم، یه شعری رو از یه نفر شنیده بودم به نام آقای مهندس، خدا اسمش هم دیگه یادم نمیاد، عجب. و نوشتیم چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتر آن که مرغی ز قفس پریده باشد، پر و بال ما شکستند و در قفس گشودند، چه رها چه بسته مرغی که پرش شکسته باشد. این آوردن بیرون. خب هر کی شعر نوشته بود زیرش هم اسم نوشته بود. خانم فرهمند گفت که آقای سربی ما هم خوندیم، گفتیم که این شعر هم مال ما نیست، مال یه آقای مهندسی بود توی آلمان، اونم نمیدونم مال خودش بود یا فقط به اصطلاح نقل قول میکرد اینها. در هر صورت این برنامه پرسیدم از دوستان که شماها احیانا سنتون بالاتر هست یا در شهرهای دیگه بودید و اینها، شب یلدا در خونه های شما، در شهر شما
چگونه بوده. ممنونم از آقای آریان پور که دیگه قرار شده نه تیمسار بگیم، نه مهندس بگیم، نه چی بگیم، دکتر بگیم، ولی بازم میگیم. ایشون نوشته که خانواده آریان پور از زمانی که به یاد دارم در روی تشکچه های اطراف کرسی می نشستیم و از میوه های آن زمان انار و گاهی انگور و هندوانه و آجیل و باقلا پخته که مادرم درست میکرد میخوردیم و شاد و خندان آن شب را میگذراندیم. در سالهای خود تبعیدی در اوایل 1981 تا 1989 من در کلوپ کلونیز یه جایی ایرانی ها زیاد هستن، یه باشگاهی هم داره، باشگاه که یعنی یک ریکریشن رومی داره، اجاره میکنن، جور هم جمع میشن اینها، و قدیما خیلی برنامه بود اونجا. در کلوب کلونیز ایرانیان را دعوت میکردم که دور هم جمع شده و شب خوبی را دور هم بگذرانیم. ولی بعدا از این کار دوری جستم و شب یلدا را با خانواده و چند دوست قابل اعتماد و صمیمی، اگر شما از این گونه اشخاص سراغ دارید به من معرفیشون کنید، چون شوربختانه نسلشان از گیتی ور افتاده است. امشب نیز در منزل برنامه را اجرا می کنم و جای شما را هم خالی می دانیم. ارادتمند هوشنگ آریان پور. خیلی ممنون. منم گفتم یکی هست می گفت که نگرد گشتم نبود، نگرد نیست، این انسان خوب و اینها کم پیدا میشه. به همین خاطر اون شعر از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست دیگه الان عوض شده و بعضی ها میگن که از دوستان ملولم و حیوانم آرزوست. اینی که هر کدومون یه سگی داریم، دوتا داریم، چهارتا داریم و ترجیح میدیم با سگ باشیم، با گربه باشیم، اینه که از دوستان ملول و حیوانم آرزوست. و اما من دیروز یک ویدیویی رو آقای افشین عبداللهی همشهری خوبمون میدونید یه مصاحبه باش کردم، بعد سالهای ساله که فعالیت داره، توی تلویزیونهای دیگه بوده و ایشون یه ویدیوهایی رو درست میکنه برای یک استیشن، ویدیوهایی رو درست میکنه برای یه استیشن آلمانی و من تا موقعی که تو آلمان بودم ماجرای این استیشن و اینا رو نمیدونستم چجوریه، ولی تجربه خودم رو تو آمریکا میگم. تو آمریکا چون شما پول میدی، بعضی ها با ایرانی ها که همش مزرانیه، پول میدی و به اصطلاح کیبل میخری، برنامه ها تو از اون و از هوا از آنتن نمیگیری، دولت اینا رو مجبور میکنه وقتی که به شما از شما پول گرفتن میگن یه مقداری از این پول رو باید بدی به عنوان پابلیک اکسس، میگه که دیگران هم اکسس داشته باشن، دسترسی داشته باشن به این وسیله، به این میدیا، به این رسانه. اوکی؟ و من 20 سال از سال 1998 با اینا آشنا شدم، با آقای مهران صدری بود، بابک یکتافر بود، آقای محمد علی ابو غداره بود، آقای اصغر تادی بود، آقای هم فرزاد شرستری که معرف حضورتون هستن، دیگران، خانم آنی، دی جی آنی و خیلی های دیگه. در هر صورت به این صورته که شما وقتی میری اونجا اولا باید یه کلاسی رو بگذرونی و این خوبه، میگن آقا شما میخوای با این دستگاه کار کنی باید بدونی چجوری کار کنی که هی دم ساعت به ما نگی بیام کمکت کنیم یا نزنی خرابش کنی. و من اونجا 3 کلاس گذاروندم، یکی کلاس کارگردانیه، یکی به اصطلاح کلاس تهیه کنندگیه، یکی گویندگیه، یکی هم کلاس CG میشه کامپیوتر گرافیک. الان همین چیزی که شما این زیر میبینی نوشته دیسمبر 20 فلان اینها، اینو درست علی آقا درست کرده ولی اینو با اون پروگرامی که درست میکنن اینجوری نشون میدن کامپیوتر گرافیک. شما رو دیوارم که چیز میکنید، نقاشی میکنید، میگن گرافیک مینویسه. فهمونند تو ایران هم داشتیم مثلا گرافیک میگفتن. و به این صورته که مثلا میگن شما هفته یه ساعت میتونی برنامه داشته باشی، اگه برنامه زنده بخوای میگن اینجوری شرایطش، باید اوپنینگ داشته باشه، کردیت داشته باشه، موزیک میخوای پخش کنی به ما بگی، شرایط خودشون به شما میگن. حالا چه شرایطی آلمان هست من نمیدونم،
این آقا با همسرش خانم مریم زرمهر که ایشون هم شیرازی هستن زحمت میکشن، با وجودی که دو تا بچه دارن، با وجودی که مدت‌های زیادی نیست تو آلمان هستن و هزار مشکل دارن، مشکل زبان، مشکل زبان یاد گرفتن، مشکل فرهنگ اینا رو یاد گرفتن، مشکل بچه ها رو مدرسه بردن اینها، ولی عشق و علاقه به این کار میدیا و کار فرهنگی اجتماعی در رابطه با ایرانیان اینا رو واقعا وقتی میگیم وادار میکنه، مجبور میکنه، بله میدونیم کسی تفنگ رو سر آدم نمیذاره، خودت خودتو مجبور میکنی. من دیشب برنامه یک خانم آمریکایی رو نگاه میکردم، چشاش ارنت برنل هست، چی اسوارد، چشش اصلا بسته شده بود، مثل که بیچاره اینفکشن یا چک کرده، سرما خورده، صداش در نمیمد. خود منم همون موقع یاد خودم افتادم، گفتم من به این میگم این بنده خدا چرا استراحت نمیکنه، ولی خودم هم همینجورم، هی از این آب نباتای گلو درد میندازم بالا، خدا میدونه چه ضرری هم بعدن داره، کجامون بعدن سرطان میگیره، بماند. ولی میان این اون عشق و علاقه و اون تفنگی که خودمون رو سر خودمون میذاریم. این آقای افشین عبداللهی که امروز یه ویدیو بهتون نشون میدم که بعضیا فقط حرف میزنن، بعضیا عمل میکنن، و ما باید تشخیص بدیم تفاوت اونایی که حرف میزنن با تفاوت اونایی که عمل میکنن اینجا هست که خلوص نیتشون ثابت میشه. ما این ویدیو وقتی به دستمون رسید که مال چوپان فداکار بود، یادتونه چوپان نه ببخشید دهقان فداکار، دهقان فداکار که داستانش یا تو کلاس دوم یا تو کلاس سوم دبستان بود که قطاری داشت میمد و یه جای کوه ریزش کرده بود و این دهقان که مال اون منطقه بود اینو دید و اول کت خودش آتیش زد و اینها، دید این متوجه نمیشه، بعد چند تا تیر شلیک. خلاص این ویدیو رو خواستیم نشون بدیم و یه ویدیوی دیگه‌ای که اینها به ترتیب ویدیو درست میکنن، حالا یا هفتگیه یا روزانه، اینها من نمیدونم، خواستیم نشون بدیم. و داشتیم این دستگاه رو امتحان میکردیم برای فیسبوک. خب گفتیم بهترین کار اینه که لایو بریم روی ایر، دوستانم ازشون بپرسیم صدا چگونه است، تصویر چگونه است و الی آخر. و خیلی جالب بود، من این فیلم رو نشون دادم و اینها. اولا بعضی ها میگفتن که چرا آلمانی صحبت میکنه، گفتم خب شما یکم صبر کنی فارسی هم صحبت میکنه، اینا یه قسمتشو آلمانی میگن، قسمت بعدشو بلا فاصله یا خودش یا همسرش فارسی میگه. بعد گذشت، ما هم برداشتیم دیگه، گفتیم خب کیفیت گفتن خوبه و فلان اینها، ما اینو برداشتیم. یه دو ساعتی بعدش یه تلفنی از آلمان یکی زنگ زد، شماره 49 اریا کد کشور آلمان، و من گفتم خب اینجا هستم جواب بدم، گوشی رو برداشتم و چشمتون روز بعد نبینه. یک آقایی، آقای سربی، من 50 سال آلمان هستم و امروز فیسبوک شما رو نگاه کردم و خیلی حسرت خوردم. گفتم به به به، عجب فیسبوکی ما داریم که یه ایرانی که 50 سال آلمان زندگی کرده نگاه کرده و داره حسرت میخوره، چون حسرت به چیزهای خوب میخوره آدم، که چرا اینقدر این خوب من ندارم، چرا اینقدر این ماشین قشنگ من ندارم، یا چرا این صداش خوبه صدای من. والا گفتیم که خب بفرمایید چیه حسرت شما تا ما ببینیم باید چه کار کنیم. گفت آقا شما الان یه فیلمی گذاشته بودید، اولا چرا این فیلم رو برداشتید؟ گفتم بابا ما که بالاش نوشتیم، پایینش هم نوشتیم، تستینگ تستینگ تستینگ، یعنی داریم آزمایش میکنیم، آزمایش میکنیم، آزمایش میکنیم، ولی شما اگه دیدی چرا اون موقع ننوشتی؟ ما که ازت پرسیده بودیم صدا و تصویر چگونه است، از کجا میبینی، از چه طریقی میبینی، و هیچی نگفتی. حالا چیه ماجرا؟ گفت آقا من میخوام بگم این ایرانی ها تا دو روز میان یک کشوری چرا فارسی حرف زدن خودشون رو یادشون میره و میخوان با زبون اونها صحبت کنن. گفتم قربونت برم، بهترین کار اینه قبل از اینکه شما بری یک کشور دیگه، حتی این روزا وقتی شما میری رو اینترنت و اینها میگه کجا میخوای بری، میگی ایتالیا، میگه آقا اقلا یاد بگی چاو، نمیدونم این پیتزاشون اینجوری میخوای بخری، اینجوری شرابشون اسمش اینه، دو تا کلمه سه تا کلمه قبل از اینکه بری یاد بگیری. حالا چه اشکالی داره وقتی رفتی اون، اصلا شما رفتی مسافرت برای چی؟ رفتی اونجا که با فرهنگ دیگران آشنا بشی، با زبانشون آشنا بشی. و اشکال این کار چی بوده؟ گفت که بله اینها چرا آلمانی صحبت میکنن؟
گفتم والا تو آلمان هستم و به نظر من کار خوبی هم هست. اتفاقا یه خانم، اگه یادتون باشه، خانم قفاری سالها پیش اینجا برنامه داشت و ایشون از کانادا هم هست و طرفدار مجاهدین هم بود، باز مجاهدین یادشون باشه، آقای حسن دایی و خانم قفاری و اینا اینجا برنامه داشتن. حالا شما آزاد شدین از لیست تیسکلنگ میندازید، اون دیگه ذات خودتون رو نشون میده. در صورت این خانم غفاری همشهری ما هم بود، شیرازی هم بود، برنامه رو که اجرا میکرد مثلا اگر 1 ساعت بود 45 دقیقه برنامه ها رو میگفت با سلام و احوالپرسی و مصاحبه و موزیک و اینها، اون 15 دقیقه آخر رو با انگلیسی فقط میگفت و جالبم بود. با وجودی که ایشون هم انگلیسیش کامل نبود و اینا، اتفاقا به خود منم گفت میخوام هم تمرین کنم، همین اشکالی اگه دارم کسی به هم بگه تو این کلمه تو اون کلمه. و منم بهش گفتم ای کاش منم از اول همین کار کرده بودم، اگه 1 ساعت برنامه داشتم 45 دقیقهش فارسی، 15 دقیقه رو با انگلیسی صحبت میکردم، تا اگر یک کسی هم تصادفاً، مگه ما ایرانی ها همون تصادفاً تلویزیون نگاه نمی کنیم، اگه یه آمریکایی هم تصادفاً کانال ما رو دید، اون موقعی که روی دیش بودیم یا روی همین کانال سی اینجا بودیم و اینها، اونم بفهمه آقا این کیه، چی داره میگه و الی آخر. امروز با آقای افشین عبداللهی گفتم که آقا این ویدیو رو اگه میشه برای ما بفرست و فقط قسمت فارسیشو بفرست. اشکالی که خود من میتونم بگیرم اینه که اگه کسی میخواد این کار رو انجام بده، به نظر من باید قسمت اول آلمانی بگه بعد فارسی، یا قسمت اول رو فارسی بگه بعد آلمانی، ولی بریده بریده 1 دقیقه این 1 دقیقه اون به نظر من اشکال ایجاد میکنه تو شنیدن و ارتباط برقرار کردن، که حالا ببینیم شاید خود ایشون هم یه دلیل داشته باشه. ایشون گفت ما تو استیشن آلمانی هستیم، ما اصلا با آلمانی صحبت کنیم. حالا به دلیلی که ما اینا رو قانع کردیم که بابا ما پناهنده هستیم، ما اینجا نیومدیم هممون دانشجو، هممون 18 سالمون باشه، واده باشیم 4 سال دانشگاه و یه دوست دختر آلمانی هم گرفته باشیم، زبون تو زبونمون گذاشته باشه، یاد گرفته باشیم، ما اینجوری آلمانی فارسی صحبت میکنیم، ضمناً اونا جذب بشن، همین یک کلمه آلمانی رو هم یاد بگیره. اینجا میگیم شاید، اونجا میگیم فلایش، و مثلا یاد بگیره که مثلا شاید میشه این فلانی بساره. حالا از خود افشین میخوایم که یه برنامه کوتاهی یه چند دقیقه توضیح درباره این برای ما درست کنه، بفرسته بیا. اصلا شما کارشو ببینید چقدر با سعی کوشش، من خیلی باش مخالفم، ما خودشم میدونه، تمام میشه بگم تمام اون چیزایی که این باور داره من مخالفشم، یا میتونم بگم من موافق بودم با این چیزا، حالا برگشتم، من نمیدونم این برگشتنه یا رفتن به جلو، در هر صورت. ولی کاری که میکنه کارش قشنگه. اتفاقا امروز بهش گفتم که اگه شما هم تو کار من ایرادی دیدید به من بگید. امروز بهتون گفتم آقای زرابی به من یه چیز جالبی گفت، آقای سوربی من یک پستی رو ساعت 12 شب گذاشتم و رفتم خوابیدم، فردا صبح آمدم دیدم یه 30 نفری دیدم یه خانمی یه چیزی گفته مثلا به من انتقاد کرده، 30 نفر از دوستان فحاشی و تهمت و فلان و توهین و اینها. و جالب اینه که اون خانمم برگشته گفته که آقای زهرابی شما که اینجا رو باز میکنید، خب این اگه خونه شماست، محل شماست، این اگه طویله نیست، جلو اینها رو بگیرید. بهش گفتم خانم من خواب بودم و من که اینجا 24 ساعت با اسلحه وای نسادم بالای سر مردم و اینها، زندن بذارید اینا بگم، بذارید ما ببینیم طرفدار شاه پادشاهی همونقدر فحش میده که حزب اللهی فحش میده، کمونیست فحش میده، نمیدونم حزبای دیگه فحش میدن، جبهه ملی فحش میده، و اینا ممکنه با خودشون درود ورود، درود خروج، نمیدونم عام چی میگن، کدبان و کدبانو باشن، ولی تا یک کلمه ای برخلاف عقیدهشون گفتی، خائن، مزدور، پدر سوخته، حرامزاده. جالبه طرف میگه بی خدا و بی مذهبه، ولی به طرف وقتی میخواد توهین کنه میگه حرامزاده. یعنی این مامانش با بابای این دوست بوده، عشق عاشقی داشتن، این بچه دنیا اومده، چون پول نداده به یه آخوندی براش به اصطلاح صیغه عقد جاری کنه، چون پول نداده به یه پدر روحانی براش اینجوری آب به پاشو کلش رو جاری کنه عقد رو، این حرومزاده است. حالا ببینید چقدر فهمش و شعوری زیاد. در صورت
ما اون روز آمدیم گفتیم که آقا رضا زرابی اینو گفته و ما تصمیم گرفتیم به چند دلیل، یکی این که الان ایام هالیدیه و بیاین اصلا بلاک کردن و پاک کردن و بند کردن و اینا رو همه رو برداریم، چشمتون روز بعد نبینه، یه سری رو ما آزاد کردیم از این آمدن و حالا دیگه باید به اصطلاح برخوردای ایشون اینها رو اینها رو هم توی فیسبوک و یوتیوب و ایمیل و اینها ببینیم و داشته باشیم. در اصل اون چیزی که بین من و این آقایی که از آلمان زنگ زد و احتمالا فرانکفورت هم بود، فکر کنم 49 بعد 69 بود و این بود و من به ایشون گفتم خب شما که 50 سال آلمان بودید، این دوست ما هم که آلمانه، چرا با خودشون تماس نمیگیرید؟ اینا که اطلاعاتشون روی صفحهشون نوشته و وقتی مثلا میگه من از حسین هستم شما میتونید با اون ایسکا تماس بگیری پیداش کنی. اینا گفت آخه شما زود ورش داشتی. گفتم آقا من زود ورش نداشتم، 18 دقیقه فیلم بوده، بعدم اونجا بوده، بعدم ما آزمایش کردیم، حالا اگه ورش داشتیم ویدیوهای بعدیشون که میاد شما با خودشون تماس بگیر. مطمئنم که آقای افشین عبداللهی و خانمشون خانم مریم زرمه یعنی توضیحی در این باره دارن، دلیل خودشونو داره. بعدم دوستان یه نفر مثلا درباره با رضا زرابی و من نوشته بود که آب میگرده چاله رو پیدا میکنه، این خائنا هم میگردن همدیگر رو پیدا میکنن. من یکم فکر کردم میگم خب اگه این فکر میکنه رضا زرابی خائنه، سربی خائنه، خودش هم که رفته قایم شده پشت عکس گل و بلبل و پروانه و هخامنش، خب این کیو قبول داره؟ اگه یه کسی رو قبول داره این احمق چرا نمیره با اونی که قبول داره دست یاری بده، همکاری کنه، کمکش کنه و وای میسه انرژیشو اینجا تلف میکنه؟ من نمیفهمم واقعا. شما جوابی دارین؟ جوابی دارین؟ چرا به جای این که برید آقا یه درختی بکارید سرسبز و فلان وایسادید یه جایی که یه نفر داره یه درختی رو میکنه شما بهش میگی این داره درخت رو از بین میبره؟ آقا اینی که دیگه درخت کنده خشک انداخته زمین داره آتیشش میزنه، برید اون ورتر یه درختی اگه یه کسی داره میکاره شما کمکش کنید، آبی براش بیارید، گلی بیارید تا اون درخت برومند و نمیدونم شاداب درست بشه. نمیدونم والا. و اما یه کمی از این اوضاع و احوال این آقای منصور آریا، دوستان به من میگن با ایشون، امیر منصور آریا به من میگن با ایشون مصاحبه کن، میگم آقا من دو بار تماس گرفتم، این بنده خدا به نظر میرسه که حتی استفاده از اسکایپ و حتی تفاوت زمان و اینها مثلا بین اروپا ترکیه اینجا رو نمیدونه. خیلی از این دوستان از خودشون هم میترسن، مثلا طرف تو ترکیه هم میگه به کسی نگی من اینجا هستم، میگم خب چجوری من فهمیدم؟ اونای دیگه هم میفهمن و خودت مثلا تو فیسبوک نوشتی تو ترکیه هستم. بمانه و ایشون نتونست ارتباط با من برقرار کنه و منم وقت ندارم که برای یه نفر، اونم کسی که حرکتش اصلا شروعش صحبتش ببخشید اینو میگم یه مقداری با اغراق، با دروغ، با پوز دادن، با لاف زدن هست. مثلا من سرهنگ فلانی فرمانده ارتش فلان، میگم آقا ارتش چند نفره؟ من که نمیتونم بگم این محرمانم، میگم آقا من 100 تا از این محرمانا رو پشت سر گذاشتم. ما آقای مهجور رو داشتیم که میاد میگه که من 10,000 تا تانک پشت مرزای ایران نگه داشتم. ما آقای حخار رو داشتیم که میگه من با 500 تا هواپیما میخوام برم میدون شهریار. این اصلا نمیدونه میدون شهریار، اون فرودگاه به اصطلاح قدیمی تهران، اصلا اینا دیگه ظرفیت و گنجایش هواپیماهای جدید و اینا رو ندارن، برای که اینا دور بودن. اشکال ما همینه که طرف یکی از افتخاراش اینه که 50 سال از ایران دور بوده، یکی از افتخاراش اینه که راجع به ایران میدونه و میخواد انقلاب کنه. انقلاب هم چجوری؟ از راه دور. حالا یه فیلمی من بهتون نشون میدم که اگر این آقای افشین عبداللهی میره عروسیش رو در پاسارگاد، اینجا رسم، اینجا شما اسب برین واشنگتن، یه عروس داماد میان کنار این درختای گیلاس، یه عروس داماد میان جفرسون، یه عروس داماد میان توی ماونت ورنون
دم اونجایی که واشنگتن ویسکی درست میکرده، یکی دیگه میاد دم لینکن و الی آخر. ولی شما به من بگید، تا موقعی که تو ایران بودید، تا موقعی که شاه اونجا بود، کدام یک از شما بلند شدی پدر مادرتون گفتید که ما موقع عروسیمون میخوایم بریم پاسارگاد؟ این دلیلش اینه که حتی خدا نمیتونه مردم رو مجبور کنه. موقعی که خدا، حالا اگه داستانهای خدا رو قبول داشته باشید و داروین رو بذاریم کنار، موقعی که خدا آدم رو درست کرد، اختراع کرد، با گل درست کرد، بعد دید تناس یه زنی هم براش درست کرد، خانم حوا، به اینا گفت سیب نخورید. اولین کاری کردن رفتن سیب خوردن. این نخورید، نرو، چون زمان شاه کسی نگفته بود پاسارگاد نرو، هیچ کم نمیرفت. حالا اینا هم نگفتن نرو، ولی یه دشمنی ایجاد شد. مثلا اون متحری اومد گفت چهارشنبه سوری پدران ما الاغ بودن که این کارو میکردن، فلان بیسار اینا. این مردم ببین، اونا اکشن، اونا یه عملی انجام میدن، یه زوری به مردم میارن، مردم ریاکشن، یه عکس العملی. این رضاخان میخواد حجاب رو از سر مردم در بیاره، میگن کشف حجاب غلطه، رفع حجاب کنه. مردم بلند میشن، حتی از کشور خودشون مهاجرت میکنن، میگن کشورهای عربی که این روسری و نمیدونم چادر رو نگه دار. خمینی و دار دستش میاد میخواد حجاب رو به زور رو سر مردم کنه. ببینید الان ماجرای حجاب چی شده، و قولتون میدم چند سال دیگه کشور ما به عنوان لخت‌ترین کشور دنیا معرفی بشه. حالا بیاین این فیلم عروسی افشین عبداللهی و همسرش مریم زرمهر رو ببینیم. من ازشون اجازه گرفتم که اینو نشون بدم، و بعد شما به من بگو که این کارهای اینجوری به اصطلاح مهمه یا تأثیری میذاره یا نه. بله، برای خود طرف تأثیر میذاره. برای خود طرف وقتی من اینجا ایراد میگیرم از خانم شکوه میرزادگی، میگم خانم شما راجع به سد سیوند میگی، من بچه شیرازم، من فامیلام کارخونه پتروشیمی کار میکنه، داداش خود من کارخونه پتروشیمی کار میکرده، من بابام پالایشگاه میرفت و میمده شیراز، و اون منطقه که شما میگی سد درودزن و نمیدونم منطقه پالایشگاه و بعد پشتش میره از این ور سیوند و سعادت آباد و اینا رو بلدیم ما، و اونجاها هر سال آب وای میسه. اینی که شما میگی پاسارگاد میره زیر آب، یه بچه قیرتی هم میاد با شلوار لیه سوراخ اونجا میشینه نشون میده پاش اومده تو آب، ما هم از اینجا میگیم آخ پاسارگاد رفت زیر آب، این دروغی که شما میگی با این کاری که این آقای افشین عبداللهی میکنه فرق میکنه. این برای باورش قدم برمیداره. اونجایی که ممکن بود اون روز دستگیرش کنن، روز عروسیش دستگیرش کنن، ممکن بود براش دردسر ایجاد بشه، بلند میشه خودش با خانمش با شهامت میرن این کار انجام میدن. حالا بیان با هم ببینیم که بذار من این نوشته های اولش و اینها رو بیاریم. نوشته عروسی آریایی بعد افشین عبداللهی. بذار من ببینم این تصویره سایزش چند به چنده که من اینم همون سایز درست کنم. بعد اینجا کپچر بریم، اینجا سلیکت ایریا و 4:3، چون فیلم نسبتا قدیمیه. من ایشون فکر نمی کردم سنش اینقدر باشه، ماشالله بیبی فیس داره. و سکرین کپچر یا این سکرین کپچر، و به من گفت که 50 سال یا 50 خورده سالش هست. در هر صورت موفق باشه، کارش قشنگه، و با وجودی که با من مخالفه یا من باش مخالفم، گفتم ویدیوها شما از تلویزیون مردم پخش میکنید. اگه دوست دارید برنامه ایشون رو حمایت کنید، یا با خودشون مستقیما تماس بگیرید یا با ما تماس بگیرید، بگید آقا من 100 دلار، 200 دلار، 1000 دلار، 10000 دلار میخوام خرج این کار کنم. همونجوری که اون روز یکی از دوستانی که از مجاهدین جدا شده بود و والا مجاهدین میگه ما جاسوسیم فلان، من اینجا الان این دوستان کمک میکنن، و حقیقتا یه جوری ناراحت بود که باید تو اتاق اونا بخواب و اینها، ولی دوستان لطف کردن، گفتن حالا شب عیده، ما نمیگیم 100000 دلار، ولی 100 دلار اگه ما کمک کنیم، به اصطلاح اینم یه جوری نشون میدیم که آقا ما به حرفای شما گوش دادیم، ما حرف شما رو باور داریم، نه حرف رجبی رو که 50 سال 40 سال داره دروغ میگه اگه زنده باشه. خب بس دیگه، انتظار بریم و در جشن عروسی آقای
افشین عبداللهی و همسرشون شرکت کنید. به قول خانم دکتر بهیه جیلانی، ما هم به این دوستان شاد باش میگیم. چه شاد باشی بهتر از اینکه امروز در آلمان 2 تا بچه دارن حاصل این ازدواج، و مبارک شما. خب و اما دوستانی که روی فیسبوک چیزی می نویسن، من با شماها هیچ صحبتی ندارم مگر اونایی که حاضر بشن بیان با اسکایپ مثل آقای رضا زرابی مهمون ما باشن. اون موقع نشون میده که اونها حرفشون حرف مفت و بیهوده نیست. پس ما هم بیهوده دیگه برای شما وقت نمیذاریم. اگه کسی طرفدار مجاهده، به نظر من بهترین کار اینه که بره به مجاهدین بپیونده. الان هم که دیگه توی عراق نیستن، برید آلبانی، برید تو اون خونه ها، برید تو اشرف سه، با اونها زندگی کنید و نشون بدید به دیگران که چقدر صداقت دارید و درست میگید. دوستان عزیز، ایام هالیدی هست و کریسمس و اینها، و 24 دسامبر یعنی یک شنبه یک برنامه هست در گرین هاوس، که گرین هاوس آقای مسعود ابوقداره یا ام یا مسعود ای بهش میگن. اینجا از سالهای سال تجربه به اصطلاح داشتن برنامه های خوب، و این برنامه رو هم آقای آرمان شهبازی که هم خودش هم خانوادش همه تو کارهای هنری بودن و هستن به اصطلاح پروموت کرده یا سرپرستیش رو
قبول کرده یا به اصطلاح تهیه دیده، آقای اسلام شمس میاد. و اسلام شمس امروز یه برنامه گذاشته بود، 5 دقیقه 6 دقیقه ویدیو من شیر کردم روی فیسبوک خودم و فیسبوک مردم تیوی، نوشته که خنده به اصطلاح موزیک و رقص، یک کمدین، یک خواننده و یک گروه رقص، اینا میان از 9 شب یک شنبه، بله یک شنبه میشه شب، اینجا بهش میگن کریسمس ایو، یعنی شب کریسمس، و معمولا خانواده ها دور هم جمع میشن، چون نهار و شام یکی میکنن، از 2-3 شروع میکنن، میشینن و مشروب میخورن و شام میخورن، معمولا ساعت 6 یا 7 که میشه بحث های سیاسی جر و دعوا ها شروع میشه. بهترین کار اینه که قشنگ خداحافظی کنید، برید یه 2 ساعت استراحت کنید، ساعت 9 شب بیاین اونجا، با برنامه خنده شروع میشه، بعدش موزیک و رقص. بنده هم اونجا خواهم بود و ممنونم دکتر بهیه جیلانی هم از پاریس به آقای افشین عبداللهی و همسرشون شاد باش میگن. خیلی ممنون، امیدوارم همیشه از این خبرها باشه که این دوستانم به ما نگن آقا چرا اینقدر خبرهای بد پخش میکنین. چشم. و اما برم این ویدیوی کوتاه رو بهتون نشون بدم، و اگر تماس میگیرین از بلیت به اصطلاح از فروشگاه ها و اینا بلیت میخرین و هیچی، ولی اگر تماس میگیرین با شماره تلفنی که روی این آگهی نوشته 571-242-02-26 و بهشون بگید که از طرف مردم تیوی به اصطلاح تماس میگیرید، 10% بهتون تخفیف میدن. بلیتی که 50 دلاره بهتون میدن 45 دلار، بلیتی که 75 دلاره، حالا بگو اونم 10 دلار کمتر 65 دلار به جای 7 دلار و نیم کمتر 65 دلار. اینم از این. و خیلی ممنون آقای عبداللهی هم، بله به ایشان داشته باشم، بسیار عالی، درود جناب سوربی، اگر امکان دارد من امشب در اسکایپ پاسخ کوتاهی به ایشان داشته باشم حتما. ببین الان اینجا ساعت 2:42 است، یه 18 دقیقه، یه 30 دقیقه، ما 3:30 اسکایپ هم روشن میکنیم، شما بیا و جواب اون دوستان رو هم، اون دوستی که دیروز تماس گرفته و دوستانی که احیانا هم نظر هستن، حتی جواب من که چرا یه تیکه آلمانی یه تیکه فارسی، چرا یه قسمت فارسی نمیذارید بعد آلمانی، یا یه قسمت آلمانی بعد فارسی، که دیگه طرف اگه مثلا فارسی رو گوش کرد نخواست دیگه بره، یا اگه آلمانی رو گوش داد نخواست دیگه فارسی بره، ولی اینجوری مجبور وایسه، بعد به نظر من یه کمی هم آدم اذیت میشه. من معمولا فیلم هایی که زیرنویس انگلیسی داره و به زبان مثلا چینیز ویتنامی اینا میبینم، یه کمی به مغز آدم فشار میاد، البته میگن خوبه چون مجبور مغز کار کنه. دوستانی هستن که خیلی ادعا میکنن هر روز ورزش میکنن و جسمشون کار میکنه، به یادشون بیارید که باید مغزشون هم کار کنه. من اسکایپ رو روشن میکنم ساعت 3:30، یعنی 16 دقیقه الان، 30 دقیقه هم اونجا، 46 دقیقه دیگه شما بیاد 10 دقیقه در این مورد صحبت کن. و این نشون داد که اون سیستمی که من و شما قراره با هم به اصطلاح ویدیو ارسال کنیم کار میکنه، و حسش هم تا 2 گیگابایت دیگه، 2 گیگابایت شما میدونی 2 ساعت کوالیتی چیز خوبه. و ویدیو با شما گفتی یا یکی دیگه گفته بود آقا کیفیت و کوالیتی یکی میشه، فکر کنم پتیک نوشته اونا، نامای اونا میخونم. خب قرار شد بریم این آگهی امشب مال چیز رو ببینیم، مال Persian Christmas Variety Show. این Variety Show دوستان همون چیزی که تو ایران به ما میگفتن Variety، ما تا اونجا بودیم نفهمیدیم این یعنی چی Variety. وقتی که متنوع است، وقتی که یه نواخت نیست میشه Variety، یعنی از این یه چی از این یه چی از این یه چی. در صورت اینو با هم ببینیم، روی فیسبوک هم هست، روی یوتیوب هم هست، و آقای اسلام شمس بهتون قبلا هم گفتم ایشون دو نوع همشهری ما میشه، یکی این که شیرازیه، مادر شیرازیه، و یکی این که از این محل مریلند شروع کرد و رفت، و در صورت
برنامهاش سالهای سال هست که کمدین هست، توی فیلم های مختلف بازی کرده، حتی توی فیلمی که درباره اسرائیل و فلسطین بود بازی کردم و اون فیلم جایزه اسکار گرفت. اگه خواستین به اصطلاح اسم اسلام شمس و اسکار رو بنویسید پیدا میشه. اینم برای برنامه چهارشنبه، ببخشید برای برنامه یک شنبه 24 دسامبر. و یادتون باشه با گفتن این که شما از طریق تلویزیون مردم آگهی رو دیدید 10% بهتون تخفیف میدن. این کاریه که به این وسیله اون طرف میفهمه که از تلویزیون مردم بیننده ها دارن میرن، یک. بعد از اون ور ما از شما انگار داریم تشکر میکنیم که یه جورایی شما میشی VIP، از دیگران ارزونتر میخری. خب این خودش مهمه، سفارشی میشه. بله اینجا نوشته بود وان سینگ. بله این آرمین ویگن A Blast From The Past میگه که به اصطلاح یاد و چیز خاطرات گذشته و شعرهایی که میخونه شعرهای ویگن هست و چون به اصطلاح ما خاطره داریم از این شعر آهنگا، به نظر من باید دلچسب باشه و من یک شنبه ساعت 9 شب اونجا خواهم بود. مهلا ای مونس عاشقان، روشنایی آسمان مهلا، اونجا کیه؟ کیه پشت دیوار؟ کیه سایه؟ خب دیگه بیشتر از این براتون نمیذارم، چون این کاری هم که اسلام شمس میکنه جالبه که شعرهای ایرانی رو برای دوستش که باهاش اومده اونجا به انگلیسی ترجمه میکنه. یادم میاد سالها پیش آمد گفت که طرف این توی آهنگای ایرانی بهش میگن تحریر، وقتی شروع میکنه میخونه گو ها 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 ها، دوست خارجیش گفت چی گفت؟ گفت بهش گفتم هیچ. دوباره گفت یا ها 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 ها، گفتم گفت چی گفت؟ گفتم هیچ. بعد اون ماجرای عقرب زلف کج تو اینام که خودش چی داره. اگر امکان داره من پاسخ کوتاهی، آهان روی فیسبوک هم نوشتید، خب بله امکان داره. 12 دقیقه و 30 دقیقه 42 دقیقه دیگه با شما خواهیم بود. و دوستان شما به UFO میشه چی؟ Unknown Flying Object یا Unidentified Flying Object، در هر صورت UFO همه تون میدونید، چیزهای پرندهی که نتونستن تا امروز ببینن این چیه. بعضی وقتا هم بعضی ها یه چیزهایی رو درست میکنن میفرستن، خبر میسازن، بعد میگن دروغ بوده. خود دولت آمریکا یک چیزایی رو برای هواشناسی و اینها اینجوری که میگه درست کرده بودن، بعد گفتن نه بابا مال خودمون بوده. بعد از اون ور یک شکلای به خصوصی رو نشون میدن که آدمایی هستن سرشون بزرگه، چشماشون بزرگه، الی آخر. تا امروز همیشه دولت آمریکا گفته که نه همچین چیزی نیست و ما هم به اصطلاح هیچ پروژه‌ای برای این کارا نداریم، با وجود که حتی یه جایی هست به نام Area 51 اگه اشتباه نکنم، ولی تا امروز تکذیبش میکردن، انکارش میکردن. تا اینکه اینجا دولت دوستان آمریکا، اگه آمریکاست به خاطر خبرنگارا هست، به خاطر ژورنالیستا هست که میرن پیگیری میکنن، نه اینکه من تا دیروز دبیر بودم حالا میام اینجا میشینم طرف میگه آقا شما که ژورنالیستی به من بگو، میگم آقا کی گفته من ژورنالیستم؟ من مجری برنامه هستم. کی گفته من ژورنالیستم؟ ژورنالیستی باید کلاس بری، باید یاد بگیری چجوری تحقیق کنی و الی آخر. اینا رفتن پیگیری کردن و دیدن که دولت آمریکا یه بودجه نسبتاً زیادی رو در چند سال گذشته که این آقای هری رید از لاس وگاس سناتور یا نماینده مجلس بوده به یه شرکتی داده و اون شرکت هم میدونه دیگه معاملهای قراردادهای دولتی بخور بخور و ببر ببره دیگه، بردن و اینها. و این رو هم گذاشته بودن جزء بلک مانی. وقتی میگن بلک مانی یعنی نمیتونی بگی این پول کجا خرج کردیم، این محرمانه است. معمولا وقتی محرمانه است که دزدی پشتش. در هر صورت حالا آمدند و اونایی که این پول گرفتن و رفتن و خوردن و اینها آمدن صحبت میکنن و میگن که ما تنها نیستیم. یعنی در این کهکشان ها منظومه های شمسی و منظومه های دیگه‌ای که هی
هر روزم بیشتر و بیشتر پیدا میکنن، هی تلسکوپ ها قوی تر میشه، هی نمیدونم چیزهای فضایی میفرستن و سوادشون بیشتر میشه، دانششون بیشتر میشه، میگن ما تنها نیستیم. میگه ما یه چیزی میبینیم که مثل هواپیما، ولی هواپیما وقتی ما میخوایم بپیچیم اینور، میخوایم بپیچیم اونور، میخوایم بیان پایین، میخوایم بریم بالا، دیدیم سوار هواپیما هستیم، میگه دینگ دینگ، من نگاه میکنی میگه 100 فوت اومدی پایین، میگه دینگ دینگ فلان، میگه این یه دفعه وایساده، یه دفعه میره، یه دفعه میشینه، یه دفعه نورانی میشه اینا، و یعنی اونا یه جورایی از ما جلوتر هستن. بعد از یه طرف هم یه کسایی هستن که واقعا آمدن شهادت دادن که آقا مثلا من تو حیات داشتم سیگار میکشیدم و اینا اومدن منو برداشتن بردن. حالا مثلا طرف ممکن رفته آبجو بخوره با دوستاش، خانمش اومده گفته کجا بودی، گفته والا این فضا چیزا، موجودات فضایی و خارجی و غریبه اومدن منو بردن. در اصل یه ایمیل و یه نوشته هست در این موردم بهتون نشون میدم، و قصه ماشین پاک کن یه آقایی به نام علی انواری نوشته، اونم بهتون نشون میدم. امروز چیزای زیادی دارم. شماره تلفن آرمان شهبازی برای این برنامه 24 دسامبر خنده و رقص و شادی که اگه خواستی 10% هم بهتون برای بلیط و اینا بهتون آف میده، 571-242-02-26. و اما فری فود ویدیو، یه ویدیویی دارم که یه آقایی فکر کنم یحیی هاشمی توی کانادا، خب خداییش بخوای حساب کنی رستوران هم میدونن آخر شب یه سری چیا رو با بریزن دور، چون نمیشه نگه داری، حالا یخ زد، حتی اگه بخوای فریزم کنی فردا باز کنی، نه کیفیت خوراکت از بین میره، بعد باید جای فریزر داشته باشی، همین که اینو فریز کنی فردا دوباره گرم کنی به این که آماده بسازی ارزش نداره، و اینا میریزن دور از لحاظ بهداری و بهداشت و اینا هم کارشون درسته. این آقا دیده خب این خوراکاری که میریزه دور، حالا شاید فلسفه اون یه چیز دیگه بوده، نوشته که هر کسی پول نداره من بهش مجانی خوراک میدم، و بعضیا باورشون نشده. یه روز یه خبرنگاری خودش رو به قیافه معمولی در آورده، خراب خبرنگارا شاخ و دم ندارن دیگه، رفته گفته آقا من پول ندارم. گفته خب بفرمایید چی میخوای خوراک؟ باورش نشده، گفته مثلا اینو میخوام. گفته اوکی این خوراک بفرمایید بشینید اونجا، اینم نون و اینها و نوشابه هم برید اونجا بردارید. گفته ریلی پول نباید بدم؟ گفته نه، اگه پول داری پول میدی، اگه پول نداری امروز شما میخوری فردا یه نفر دیگه میاد اینها. این آقا معروف شده توی کانادا جوری که راننده ای که داره میره که بار ببره یه جای دیگه، وای میسه کنار خیابون میاد 20 دلار میده به این، میگه اینم سهم من. اون روز دیدید من اون دختر خانمو نشون دادم که از انگلستان بلند شده رفته ایران، رفته سر پل ذهاب 30 روز اونجا وایساده کار کرده، و به من و شما میگه 30,000 تومان بدید. من گفتم من 100,000 تومان میدم که میشه 25 دلار. پتیک منو خجالت زده کرد، گفت من 50 دلار میدم که میشه 200,000 تومان. وقتی اون میگه 50 دلار، منم میگم منم 50 دلار میدم. اینه که نیکی و خوبی و کمکم چشم چشیه دیگه. Keep up with Joneses اینجا میگن. و دیدید تو کلیساها وقتی میاد پول میبره، این بغلی اگه 10 دلار میندازه شما خجالت میکشید 2 دلار بذاری، شما 20 دلار میندازی. این روش رو مجاهدین هم گفتن رعایت چیز میکردن، وقتی کلک میزدن به مردم پول میگرفتن، میگه اگه یکی 2 مارک میداده اون موقع، یا حالا 2 یورو میده، میندازیم بغلش 0 20 یورو، نفر بعدی که نگاه میکنه میگه این 20 داده من 50 بده. در هر صورت این آقا اینقدر معروف میشه که الان بیزینسش هم رونق گرفته. یه ویدیویی دارم مال بوانات شیراز، ما شیرازی ها میگیم بونات، فکر کنم سیب زمینیشون معروف بود، کلا منطقه کشاورزی و اینا هستن، آدمای کشاورز، دهقان، زحمتکش، آدمای خوب، و من سرهنگ احمدی رو یادم میاد که مال اونجا بود. و یه آقای شب میگه که من توی شیراز دست فروشی میکردم و اومدم اینجا خوابیدم، بارون سختی گرفته بود، یه دفعه دیدیم در خونمون تاک 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 در میزنن، در که باز کردیم دیدیم دوتا آلمانی آمدن، گفتن که ما زیر این بارونا گم کردیم جاده و اینا رو، گفتیم بفرمایید تو. همین منقلی که گذاشته بودن، نه منقل وافورا، منقلی که خوراک و اینها روش بود، گفتیم بفرمایید خوراک بخورین، گفت خودمون خوراک نخوردیم، دادیم به این دوتا و گفتن این چقدر خوشمزه است، گفتین این کته گوجه است، گوجه فرنگی، دمی گوجه. و خلاصه
معروف شده الان، میگه منی که اون موقع و درس میده، بعد آدم با استعدادی با وجود که 3 کلاس سواد داره الان انگلیسی صحبت میکنه و میگه من ننشستم که آخوند بیاد به من کمک کنه. میگه اینایی که وام میدن من میدونم اینا به فامیلشون وام میدن، به کسایی وام میدن که اون پوله رو میدزده میخوره میبره و کارم درست نمیکنه، مردشون وام اینا رو ببرن. اینا رو برید نگاه کنید، این داستانی رو که این آقا تعریف میکنه که یه پسری میاد ماشینش رو شیشه ماشینش رو تمیز میکنه ولی امید و آرزوش اون بوده که بیاد آمریکا، اینا رو برید نگاه کنید. این که آقا فلانی که پول گذاشته بود تو بانک که 30% سود بگیره که خود این عامل گرونی بوده، حالا بهشون میگن مال باختگان، اومدن تظاهرات میکنن، اینا چه فایده ای داره؟ یه مشتی راه افتادن روحانی مثلا خائنه، پولای ما باطله. اوکی، تا زمانی که کارگر نیاد تو خیابون، بارها بهتون گفتم دانش آموز بیاد تو خیابون تظاهرات کنه چه فایده، بازنشسته ها بیاد تو خیابون تظاهرات کنه چه فایده، راننده اتوبوس، کارگران، کارمندان و کارگران شرکت نفت، اینا بودن که حالا پیش که نیست که به کسی بگی کی، ولی یه عده مثلا پولش باخته میاد تو خیابون. خب آقا چرا رفتی گذاشتی؟ مگه بانک ملی نبود؟ مگه بانک سپه نبود؟ مگه بانک صادرات نبود؟ چرا گذاشتی بانک ننه حاجی خانم؟ برای که تا هم تمخون بودی، شیرازی هم میگن تمخون، شما میگین خام تمه، تو هم میخواستی خون ملت رو تو شیشه کنی، تو هم شریک دراکولا بودی. حالا که دراکولا اومده خون خودت هم گرفته و رفته، میگی آخ امان از دست دراکولا، تو خودت هم دراکولا بودی. ببخش. خب قسمت پست انسر، من دیروز که داشتم با فیسبوک کار میکردم دیدم یه جای فیسبوک مینویسه که پاسخ بدید به این کوئسشن ها. گفتم که کوئسشن اینجا نیست، بذارید اینم بهتون نشون بدم. حالا همین الان که تو صفحه آقای آرمان شهبازی هم هستیم، برگردیم به صفحه خودمون سوربی و اینجا رو به شما نشون بدیم. 4-3 بله، میان اینجا و گاهی وقتی آدم به اصطلاح گشت و گذاری داشته باشه بد نیست. ببینید اینجا که شما میخوان یه چیزی بنویسید، تا کلیک میکنید که میخوان یه چیزی بنویسید، این زیر چند تا آپشن یا گزینه مختلف میاد. مثلا یک میگه عکس بخوای بذاری یا ویدیو، یک میگه بگو کجا هستی، یکی میگه دوستانتو تگ کن، یکی میگه نمیدونم حالت چطوره، فیلینگ، اکتیویتی، استیکر بفرست، این اون اون. این آخریش برای من خیلی جالب بود، انسر کوئسشن، جواب بده به یه سوالی. گفتم آقا کدوم سوال؟ سوال اینجا نیست. کلیک کردیم، اومده که I'm careful about. دوستان این بد نیست برای انگلیسی یاد گرفتن، برای اینکه کلمه ها، جمله ها، فعل، مفعول، فاعل رو درست استفاده کردن. مثلا اینجا نوشته که I'm careful about. خب مثلا شما چی میگی؟ من مواظبم درباره مثلا رانندگی. About. من میگم add answer. مثلا driving یا drinking and driving یا driving and drinking. حالا ببینید چه اتفاقی میفته، من هیچ وقت امتحان نکردم که ببینم چی میگه. بعد میگه اینو بزن. اوکی، چشم، پستش کردیم، رنگی هم براتون پست میکنه. چه اتفاقی بعدش میفته نمیدونم، من هرگز این کارو انجام ندادم. چون ساعت 2:59 است، میریم سراغ اسکایپ. این دوستمون قبلا نوشته بود که ما در ایران جشن میگرفتیم مثل اینکه شب یلدا، متاسفانه فیسبوک اینا رو میبره پایین و من هرچی هم میزنم مور نشون نمیده. ولی خانم زری تناز نوشته که من این بشقاب پرنده را در شهر ما در سال 1356 دیدم، سفینه دایره‌وار و نورانی با چرخش به جلو پیش میرفت. و اون آقای افشین گفته که میاد صحبت میکنه. یکی این خانم رکسن سرنگونی، ببینید اصلا اسماشونا، یعنی خود اسمه میگه من ارزش ندارم که شما وقت بذاری. رکسن سرنگونی، خب من بکارت میکنم، سرنگونت میکنم، پاکت میکنم، برو به سلامت. شما که پشت یه عکس دیگه ای قایم میشید و اسمتون قلابیه، من چرا وقت بذارم؟ چرا وقت این دوستانی که ارزش دارن، احترام براشون قائلن، اسم دارن، آدرس دارن؟ شما همین خانم زرین تاز تنازی رو بزنید، عکسای خودشو میذاره، عکسای خانواده‌اشو میذاره، همین آقای افشین عبداللهی رو بذارید، جوون به این رشیدی، همین خانم بهیه جیلانی رو کلیک کنید،
اینا بابا حقیقی هن، حقوقی هن، ما بهشون احترام بذاریم. دوستان یکی یکی اینا رو که اسم و عکس و رسمی ندارن بندازید بیرون، چون خودشون برای خودشون احترام قائل نیستن. خب این دوستمون داوود کاهن، احتمالا کلیمی هستن، یهودی هستن، نوشته که با درود و سپاس از برنامه خوبتون، میتونم خیلی کنم یک تلفن بدی؟ آها خواهش کنم بابا، دیگه تو خیلی تلگرافی صحبت میکنی. یه تلفن بدین، میتونم با شما در رابطه با یک قاضی در ایران، قاضی یعنی این، صحبت کنم. ممنون از شما. من ببین الان اینجا میتونم بنویسم این اوکی، این یکی اوکی، ولی من جواب نمیتونم بنویسم. ولی من این بالا شماره تلفنم دوستان برای همه مینویسم، هر کدومتون میخوان زنگ بزنید، پیغام بذارید، تکس بفرستید. 202-695-2573 این یو اس ای رو عمدن مینویسم که شما بدونید آقا این تو یو اس ای، شما باید ایریا کدش رو بگیرید. اینم از این. اون آقای مجید نوروزی میگه من هم حقیقیم. زنده باشی، حقیقتا زنده باشی. آقا من نمیدونم، طرف که تو خیابون تهران داره فوش میده، عکسشو گذاشته، چیشو گذاشته. این دوست ما هست، دیمونه شیرازیه، نوشته مبارز پستو. این میگه من از شیرازم که بودم، با وجودی که مخفی بودم ولی رو ایمیل و اینا همه بودم، اصلا حرفاشم دروغه، معلوم نیست. اگر ایران بگی بگی رو بزن بزنه، چجوری پس تو رو ول کردن؟ خودش نشون میده که یه جورایی با آخونده هستی. اگه نیست پس چرا دروغ میگی؟ در صورت عکس گذاشته، ویدیو گذاشته، حرف گذاشته. حالا یکی میاد چیچی سرنگونی، رکسن، ما یه رکسن داریم، این دختر آقای دکتر منوچهر گنجی، بس برای 80 میلیون ایرانی. در صورت اینم از این. آقای داوود کاهن، من بعد از برنامه برای خودش همینجا می‌نویسم. بیا این داوود کاهن لیو دیس پیج، یا اینو من بذار اجازه بده استه، این یک کلیک باید بزنم که قبولش کنه. حالا میایم اینجا ببینیم مثلا الان داوود کاهن رفتش، چون من یه خط اضافه کردم. این بو اینجا هم دیگه نمی‌نویسه مور ریویو، مور آپشن. این اشکالای فیسبوک، فیسبوک به نظر من وقتی لایوش استفاده میکنی باید این بغل یه چت روم واس کنه که شما آپشن داشته باشی، گزینه داشته باشی این چت روم رو داشته باشی یا نداشته باشی. دوستان عزیز، ساعت 3:30 با هم میریم به آلمان و با دوست و همشهریمون آقای افشین عبداللهی چند دقیقه صحبت میکنیم، نظرشون رو درباره این ماجرایی که ویدیوهایی که درست میکنن، چرا باید آلمانی صحبت کنن و چرا چند دقیقه آلمانی و اینها، ایشون خودشون به من و شما میگن. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. ضمناً یه بار دیگه اعلام میکنم، به نظر میاد که امشب شب یلدا هست. آیا شما تو آمریکا، تو اروپا، تو هر جای دنیا که هستید میشینید تخمه میشکنید و هندونه میخورید و انار میخورید، یا طبق معمول تلویزیون نگاه میکنید، یا آبجو میخورید و بعدم یا علی مدد میگیرید میخوابید؟ و اینم از این. قصه ماشین پاک کن رو براتون بخونم و بریم به اصطلاح ایمیل های دیگه یا صحبت های دیگه. سلام به سربی عزیز، آقای خسرو بهرامی از نیویورک، منم به شما سلام میکنم، ممنونم. و ایشون نوشته که هپی هالیدیز، ما هم به شما هالیدی رو تبریک میگیم، امیدوارم ایام خوبی داشته باشید. همشهری عزیزمون هم از بله من نورمن مردی سنتر دیسمبر 21، یه برنامه دیگه هم هست آقای اسلام شمس، گویا فردا شب داره. خب اینا رو اگه زودتر میفرستادیم ما بیشتر نشون میدادیم، بیشتر تبلیغ میکردیم، اون وقت هم رومون میشد بابتش ازتون پول بگیریم. ولی حالا چون دیرتره به عنوان مجانی، البته قیمتش هم خوب پولی میگیرین، شما نوشتید فری تو چیز شوکیس بود $100. رنگایی که انتخاب کردید و فلایری که درست کردید، فلایر خیلی شلوغه دیگه، بعضی وقتا انقدر اطلاعات مینویسین که گم میشه. بذارید من فقط مال اون قسمت اسلام شمس رو بهتون نشون بدم، اسلام the comic. و بله نوشته هفت شب Thursday December 21st 2017 The Morik Center موری سنتر ویترنز وی میشن ویهو کالیفرنیا. شماره تلفن برای کسب اطلاعات هست 949
سیصد 99 70. این به احتمال زیاد شما تلفن خود آقای اسلام شمس دیگه، چه بهتر مستقیما با خودش تماس بگیرید. فردا شب اینجاست، یک شنبه در ویرجینیا، باور کنید 10 دقیقه راه است، یعنی ما میریم اینجا 66123. اینم خیلی آدرسی سرراست، بغل رود 7، نزدیک 495، یعنی هیچ عذری موجه نیست. دوستان عزیز، چون میبینم آقای عیسی علیپور هم دارن تماشا میکنن، من به نوع خودم از ایشون ممنونم که هر وقت هر جایی یه نفر احتیاج به کمک داشته ایشون آمده کمک کرده. سالهای سالی که من ایشون رو میشناسم، متاسفانه هنوز از نزدیک ملاقات نکردم، چه در سوئد چه در آمریکا. امیدوارم این به اصطلاح ملاقات هم انجام بشه، ایشون رو ببینم. ولی جا داره ازشون تشکر کنم، چه در جبهه آزادی خواهان ایران هر وقت کسی کمک میخواست، مشکلی داشت، ایشون به کمکش میشه. تا چندین نفر رو از زندان آزاد کرده، چندین نفر رو از دیپورت شدن و برگشتن به ایران جلوگیری کرده، چندین نفر رو که ما میدونیم کارشون رو درست کرده که اقامت بگیرن. متاسفانه خیلی از ایرانی ها هم به اصطلاح نامهربانی کردن، و ولی با همه اینها ایشون میگه که من کار خودم رو میکنم، من خوبی های خودم رو توقف نمی کنم به خاطر بدی های دیگران. بریم سراغ یو اف او. نکنین آقای عیسی علیپور هم از ما بهترونه، از یو اف او. میگه که این خبر رو اینجا براتون پخش کنم، یک مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا گفت ما در کهکشان تنها نیستیم. اینجا هم بهتون نشون بدم که معمولا ما چیزایی که نشون میدیم بیشتر ثبت با سند برابر باشه، ولی با همه اینا میبینم مثلا ما یه چیزی راجع به بحرین گذاشتیم، دوستون میگه آقا بحرین مال انگلستان بود. میگم خانم تاریخ داره میگه اینجوری، تاریخ داره میگه، این آقای پزشکپور تو مجلس صحبت کرد، تاریخ داره میگه، وزیر امور خارجه ایران آقای اردشیر زاهدی اونجا نشسته سمون بود، بعد شما میگی بحرین مال انگلستان بود. خب اگه بحرین مال انگلستان بود، شاه باید احمق میبوده، نمایندگان باید دیوونه بودن، آقای اردشیر زاهدی باید نادان احمق باشه که بشینن راجع به یک کشوری، یک شهری، یک ایالتی که مال یکی دیگه است تو مجلس ایران صحبت کنن. و اما صدای آمریکا، آیا داستان موجودات فضایی واقعیت دارد؟ لوئیس الیزاندو، اتفاقا من این آقا رو هم دیدم، لوئیس الیزاندو یک مقام پیشین ارتش آمریکا که در پنتاگون مسئول تجزیه و تحلیل اشیاء اسرارآمیز فضایی بود، روز دوشنبه گفت مدارک قانع کننده ای در مورد وجود موجودات فضایی موجود است. در مورد وجود موجودات فضایی موجود است. این جمله خیلی موجود بعد دیگه. نیوزویک در گزارش خود نوشت آقای الیزاندو میگوید نمیتواند از طرف دولت آمریکا چیزی بگوید، اما باور شخصیش این است که ما در کهکشان تنها نیستیم. اون جایی که نوشته اشیا رو مورد تحلیل تجهیز به اصطلاح تحلیل و اینا قرار دادن، دوست عزیز من چیزی ندیدم، ایشون فقط اون سفینه و هواپیمایی که تو هوا بودن و اشیاء پرنده و گفته های خلبانا و گفته های شاهدین عینی رو گفت، ما بر اساس اونا، نگفت که مثلا یه تیکه چیزی افتاده بود رفتیم نگاه کردیم دیدیم اصلا این آهن هنوز تو جدول ما نیست و این آهن هنوز ساخته نشده. ولی میدونید که وقتی یه کسی یه چیزی میبینه بعد میخواد اینو بنویسه، خدا میدونه چی مینویسه. میگه آخوند رب بالای منبر فریاد میزد ای مسلمونا فساد زیاد شده، به راحتی زنان با 50 دلار خودفروشی میکنن. یکی از حاضرین گفت آقا دیگه 50 دلار نیست، شده 80 دلار. آخونده گفت شما حتما میخواستی اون شب تا صبح پهلوت بمونه. میخواد بگه که یعنی آخونده از همه چیز خبر داره. ولی یادتون باشه ملت هم مقصره، هم آقای اجلالی یه بار گفت، هم آقای آریانپور گفتم، هم خود من بارها گفتم، و یه بارم بهتون گفتم با یه آقای به نام بهکام که اصلا ناپدید شد بهکام مریض بود، کلیه لازم داشت، وقتی کلیه گرفت مثل که کلیهش که خوب شد، مثل سلطنت طلبای دیگه گفت من طلبمو گرفتم که اون لب سلطنت ول کرد رفت دنبال کار زندگیش. اینم از توی برنامه‌ای گفت که 90 درصد
مردم ایران یا 99% مردم ایران منتظر آقای رضا پهلوی هستن و طرفدار آقای رضا پهلوی. تو همون برنامه گفت دخترای ایرانی فاحشه شدن کنار خیابون‌ها، پسرای ایرانی معتاد شدن، همشون سرشون تو خشتکشون و چرت میزنن. من گفتم اولا این دخترا و پسرا هم جزو این 99% هستن یا نیستن؟ بعد اونایی که 99%ن مشتری اینها هستن یا نیستن؟ اینا موندن تو کار و میدونید دیگه چی میشه، فوش شروع میشه، سربی مزدور آخونده هست. گفتم شما هر کاری میخواین بکنید، همین کاری هم که میکنید ندانسته دارید کمک میکنید به آخونده. اینی که بگی سربی مزدوره، اینی که بگی افشین مزدوره، اینی که بگی گلن ترشیزی مزدوره، اینی که بگی فیلابی مزدوره، شما چی کار کردی؟ همه رو کردی مزدور آخوند. آخوندم میگه این عجب احمقیه، ما مثلا میخواستیم به سربی اینقدر پول بدیم قبول نکرد، این مجانی برای ما اینو آورد کرد مزدور. اون وقت شما چی کار میکنی؟ اگه توی مهمونی ازت پرسیدن آقا چه کسی مزدور نیست، چه کسی خدمتکاره، چه کسی وظیفش انجام میده، شما موندی و حوزت وسط اون حوزم آقای رضا تنبل وایستاده، هر کی میگه آقا این چه کار کرده، میگه من نشستم مردم برن ایران رو آزاد کنن، بعد به من بگن ما میخوایم تو بیا بشی شاه. ساعت 3:11 است، 19 دقیقه دیگه با آقای افشین عبداللهی خواهیم بود. و اما این پیشنهاد مال فیسبوک که گفتم بری سوالا و اینها گاهی وقتی این بر اونور تحقیق کنید، یه چیزی یاد بگیرید، اگه یه چیزی یاد میگیرید به دیگرانم بگید که چه خبره. من یادم چند بود پیش به یکی گفتم شما چجور این نوشته ها رو رنگی قشنگ میذاری؟ گفت خود فیسبوک اضافه کرده. بعد گفتم خب چرا برای ما نمیذاره؟ گفت شما وقتی که لینک یوتیوب میذاری یا یه لینک یو آر ال میذاری که آدرسه، اینا رو قبول نمیکنه. و اما یه ویدیوی یه دوست برام فرستاده، نوشته که چرا یمنی ها آمریکا را دشمن خود میدانند. اینو با هم یه نگاهی میکنیم و با انگلیسی توضیح میده و معلومه دیگه. میبینید میگه که آمریکایی‌ها هر 10 ساعتی به هواپیمای عربستان سعودی سوخت میرسونن تا چیز کنه. میگن که زلزله در تهران و کرج نوشته شده نسبتاً زلزله شدید بوده، خدا به داد مردم برسه. و حالا امیدواریم اینم شایع و دروغ نباشه. بله، میگی ما چجوری تو یمن داریم به اصطلاح بنزین میریزیم روی این آتش جنگ داخلی یا جنگ بین یمن و عربستان. Every 10 hours the US Air Force refuel American made Saudi F-15 fighter jet. میگه هر 10 ساعتی هواپیماهای بزرگ آمریکایی این F-15 ها، خود اینا الان F-30 دارن، و این F-14 رو فروختن به ایران، F-15 رو فروختن به عربستان و اینها. حالا عربستان رو دیدم چپ و راست هی عکس میذاره که ما بهترین اکویپمنت ها رو داریم. آقا شما بهترین جنگ افزار رو داشته باش، بهترین اکویپمنت رو داشته باش، وقتی که مرد جنگی نداشته باشی اونو پارک کنه فرار کنه به درد عمت میخوره. Every 10 hours the US Air Force refuels American made Saudi F-15 fighter jets. We, America, make the bombs that rain death on innocent children, men, and women in Yemen. Since March 2015, we have sold over $3 billion of weapons to Saudi Arabia. More than 250,000 Yemenis have died in this genocide. In 2016 alone, 65,000 children lost their lives. Who provides targeting info over Yemen to Saudi fighter jets? It is our American Air Force. Who enforces the blockade which is starving the entire population? We, the United States, are. There are over 1 million cases of cholera in Yemen. With this, we, the USA, are starving these people of vital medicine, food, and fuel. We are creating the largest humanitarian disaster in modern history. 50,000 children are expected to die before the end of 2017. The end of 2017 is in 20 days' time. Ship
Boats carrying food, fuel, and medicines are waiting to dock. But the coalition will not allow them into Yemen. Hospitals cannot run without medicines, fuel, and clean water. If restrictions on imported goods for civilians are not lifted, millions will face mass hunger, disease, and death. The USA, UK, and France have shielded the Saudis from scrutiny. The USA is supplying arms, logistical, and political support to the war on Yemen. So we, the American people, are 100% complicit in this genocide. We have to stop this war. We have to stop this genocide. Bye. چجوری ما که قدرت نداریم؟ ای کاش اینم توضیح میدم. و دوستان اگر کسی در رابطه با زلزله در تهران خبر جدیدی داره یا روی فیسبوک یا روی ایمیل برای من بفرسته. بله ببینیم که اینجا چیز جدیدی هست یا برم براتون اون نوشته ایران رو بخونم. بله اینجا الان من نوشتم driving and drinking، این به اصطلاح الان اومده روی فیسبوک و اینم یه چیز دیگه علکی مشغول میکنه ملت رو، هی بیان بنویسن. و یا مثل توی گوگل هست، میگه که گوگل، اوکی گوگل، میگه answer before you ask، یعنی جواب قبل از اینکه تو سوال کنی. حالا میخواد بگه یعنی ما به این سرعت جواب میدیم. خیلی احمقانه. اصلا کامپیوتر دیگه یه کارایش واقعا، یعنی اونایی که پشت کامپیوترن تا امروز که ما میدونیم این کامپیوترها هنوز نرسیدن به اونجایی که بهشون میگن خودشون رو به اصطلاح اشتباهاتشون درست میکنن و ترمیم میکنن اینا. تا امروز سیستم اینه، گاربیج این گاربیج آوت، یعنی هر اینفورمیشنی بهش بدی همون اینفورمیشن رو به تحویل میده. ولی یا آرتفیشال اینتلیجنت، اینایی هستن که مصنوعی خودشون باهوش میشن، یعنی شما مدرسه میری باهوش میشی اینا. و هیچ وقت فکر نمیکردی یه چیز مصنوعی بتونه این کار کنه. آرتفیشال یعنی خودش هی کار میکنه، این دفعه اگه اشتباه کرد اشتباه رو درست میکنه. و اونایی که دستن در کار کامپیوتر اینا هستن نگرانن که به اصطلاح وقتی این کار عملی بشه اون وقت کامپیوتر میگه من چرا از سوربین فرمان بگیرم، هر وقت دلش خواست خودش روشن میشه، هر وقت دلش خواست برنامه پخش میکنه، هر وقت دلش خواست خاموش میشه. این هم یه مشکلیه که منتظرش باش. بله مایلم دانشمندان آمریکایی به این پرسش پاسخ بدن که آیا موجودات دیگر در کهکشان هم مانند زمینی ها با توپ و تانک به جان هم میفتن و مردم سرزمین های دیگر را میکشن. من سالها پیش، باور کنید مثلا کلاس هفتم بودم، فکر کنم 13 سالم بوده، حالا دیگه 45 سال چقدر پیش، یه فیلم دیدم به نام جنگ کهکشان ها یا جنگ ستاره ها. اصلا اینقدر وحشت کرده بودم تا دو سه روز خوابم نمی برد. یعنی آسمونی که نگاه میکردم میگفتم الان اینا حمله میکنن. یه چیزای عجیب غریبی بود. مطمئنم اگه امروز اون فیلمو نگاه کنیم میخندیم که اصلا چه ویدیو افکتیوهای مصنوعی، یه اون چیزایی که درست کردن مثل فیلم کینگ کونگ یا اون گادزیلا که مثلا درست کردن یادتونه چقدر مصنوعی بود، الان درست میکنه حیوانه از نمیفهمه این حیوانه واقعیه یا با کامپیوتر تصویرش رو درست کرده. خب روی اسکایپ. بله سلام آقای سوربی، امیدوار هستم از ادوارد هستم از آلمان، قرار ما روز جمعه. بله خب باش، خیلی ممنون برات، هم روز اسکایپ خودم باشه. اوکی باش، با هم تماس میگیریم. فعلا تا جمعه خیلی وقته. اون وقتا تو شیراز مثلا میگفت تا فردا خب میگه حالا تا فردا زمین 1000 تا دور میزنه، ما میگفتیم بابا تا فردا یه دور میزنه، چرا میگی 1000 تا؟ اصلا بعض وقتا وقتی میخوان بدنش دست قضا و قدر و تقدیر و اینها، این چیزا رو میگن که معمولا اشتباه هم هست. خب وضع آخوند رو شنیدیم که قیمت، آهان بذارید ببینم، ببخشید یه کمی من دوستان، تفاوت سرماخوردگی با فلو چیه؟ آمریکایی‌ها میگن اگه از سرت به بالا دونگ باشه و بینید بگیره و سردرد و گوشدرد و اینا، این سرماخوردگیه. اگه تمام بدنت باشه آنفولانزاست. امسال هم متاسفانه اتفاق من نمیزنم، میگن امسال هم آنفولانزا اون
چیش درست کار نمیکنه. دلیلی هم که من نمیزنم، یک سال زدم چنان مریض شدم، گفتم برو پول بده شاتم بزن مریضم بشو، نخواستم، میذارم همینجوری، شاد طبیعت مریض شدیم، شادم نشد. ولی این که گفتم برای دیدار خانواده، ما 10 دقیقه دیگه میریم آلمان با افشین خواهیم بود، ولی اینو براتون میخونم. و از این داستان ها تو اینترنت تا دلتون بخواد هر روز میاد، ما میخونیم، برای یک دقیقه، چند دقیقه، یا افسرده میشیم یا خوشحال میشیم یا ناامید میشیم یا امیدوار میشیم. ولی سوال من اینه، بعدش رون اثر میذاره؟ تازگی هاست به هم ثابت شده که بله، اینی که من میام یه ویدیوی رو میبینم، این خانم کمک میخواد، من نگاه میکنم، من میام نشون میدم، پتیک کمک میکنه، من خجالت میکشم، من بیشتر کمک میکنم، پس تأثیرم داره. اگه یه جایی نق میزنیم تأثیری نداره، خودمون با خودمون رو تأثیر کنیم و بگیم که تأثیر داره. برای دیدار خانواده بعد از 16 سال دوری به ایران رفته بودم. یک روز که با اتومبیل برادرم بودم، در یکی از خیابان‌های شلوغ تهران پسری 14-15 ساله اجازه گرفت تا شیشه ماشین را تمیز کند. والا تا اونجایی که ما میدونیم، اینا میپرن اصلا شیشه ماشین تام تمیزه، همینجوری شروع می‌کنن تمیز کردن و کسی اجازه مجازه نمیگیره. حالا این پسر مؤدب و تو کدوم خیابون شیراز تهران بوده و اومده از شما اول اجازه گرفته و شما کجا بودی که به جای رانندگی باید رانندگی داستانه اب نداره. در یکی از خیابان‌های شلوغ هم بود، به او اجازه دادم و اتفاقا کارش هم خیلی تمیز بود. یک 20 دلاری به او دادم، با حیرت گفت شما از آمریکا آمدید؟ گفتم بله. بعد گفت امکان دارد از شما چند سوال درباره دانشگاه آمریکا بپرسم؟ به همین خاطر هم پولی از شما بابت تمیز کردن شیشه نمیخواهم. آقا تو که میگی 20 دلاری بهش دادی، ببینید وقتی میگم شروع میکنید دروغ مینویسید، یه کمی عوضی میرید دیگه. اوکی 20 دلاری رو دادی، اونم 20 دلاری رو گرفته، بعد حالا میگه بیا به من سوال جواب کن و پول ازت نمیگیره. باشه، قبول دارم. رفتار مؤدبانه‌اش تحت تاثیرم قرار داده بود. گفتم بیا بنشین توی ماشین با هم حرف بزنیم. با اجازه کنارم نشست. پرسیدم چند ساله هستی؟ گفت چند سالت هست؟ گفت 16 سال. گفتم دوم دبیرستانی؟ گفت نه، امسال دیپلم میگیرم. گفتم چطور؟ گفت درسم خوب است و سه سال را جهشی خواندم و الان سال آخرم. گفتم چرا کار میکنی؟ گفت من 2 سالم بود که پدرم فوت شد، مادرم آشپز یک خانواده ثروتمند است، من و خواهرم هم کار میکنیم تا بتوانیم کمکش کنیم. خب ببین این داستان هم درست نیست. خاک بر سر اون خانواده ثروتمندی که آشپزش 2 تا بچه داره، این 2 تا بچه هم باید برن کار بکنن. اگه یه خانمی میره آشپزی میکنه توی خونه دیگه، حقوقش در میاد. میدونید داستان ها را انقدر ما میخوایم مهر و محبت و بدبختی توش بچپونیم که اصلا خراب میشه. میشه به داستان تولستوی بود چی بود، اون بینوایان بود چی بود، نمیدونم. بعد مادرم آشپز یک خانواده ثروتمند است و من خواهرم کار میکنیم اما درسم میخونیم. پرسید آقا شنیدم دانشگاه آمریکا به شاگردان استثنایی ویزای تحصیلی و بورس میدهد. پرسیدم کسی هست کمکت کنه؟ گفت هیچ کس، فقط خودم و خودم. گفتم غذا خوردی؟ گفت نه. گفتم پس بیا با هم بریم یک رستوران غذا بخوریم و حرف بزنیم. گفت به شرط اینکه بعد توی ماشین را تمیز کنم، و من هم قول دادم، قبول کردم. با اصرار من 3 نوع غذا سفارش داد و با مهارت خاصی بیشتر غذای خودش را در لابلای غذای خواهر و مادرش گذاشت. نزدیک به 2 ساعت با هم حرف زدیم. اگه 3 نوع غذا اوردر دادی، دیگه لازم نبوده غذای خودش رو بذاره برای غذای خواهرش و مادرش. Come on man. Okay. با اصرار من 3 نوع فلان، نزدیک به 2 ساعت به هم حرف زدیم. دیدم از همه مسائل روز خبر دارد و به خوبی به زبان انگلیسی حرف میزند. نزدیک غروب که فرید را، اسمش فرید بود، نزدیک خانه خودشان پیاده کردم، تقریبا اطلاعات کافی از او در دست داشتم. قرارمان این شد که فردای آن روز مدارک تحصیلش را به من برساند. من هم به او قول دادم که هر کاری که در توانم باشد برای اقامت او انجام دهم. حدود 6 ماه طول کشید تا از طریق یک وکیل آشنا بالاخره توانستم پذیرش دانشگاه را تهیه کنم و آن را با یک دعوتنامه از سوی خودم برای فرید پست کردم. چند روز بعد فرید بغض کرده زنگ زد و گفت من باورم نمیشه، فقط میخواستم بگویم ما 2 روز از تا صبح داریم اشک شوق میریزیم. با همسرم نازنین ماجرا را در میان گذاشته بودم. او هم با مهربانی ذاتیش کمکم کرد تا همه چیز سریعتر پیش رود. خلاصه 6 ماه بعد در فرودگاه لس آنجلس به استقبالش رفتم.
صورتش خیس عشق بود و فقط از ما تشکر میکرد. وقتی دو سال بعد به عنوان جوانترین متخصص تکنولوژی های جدید در روزنامه نیویورک تایمز معرفی شد به خود میبالیدم. نازنین بدون این که به ما بگوید راهی برای آمدن مادر و خواهر فرید پیدا کرد. یک روز غروب که از سر کار آمدم نازنین سورپرایزم کرد و گفت خواهر و مادر فرید هم فردا پرواز میکنن. روز زیبایی بود. وقتی فرید آنها را دید قدرت حرف زدن و حتی گریه کردن هم نداشت، فقط برای لحظات در آغوش مادر و خواهرش گم شد و نگاهمان کرد و گفت شما با من چه ها که نکردید. مشغول پذیرایی از مهمانها بودیم که نازنین صدایم کرد و فرید را نشانم داد که با یک حوله و سطل آب شبیه اولین بار که در خیابان دیده بودمش داشت اتومبیلم را تمیز میکرد. از خانه بیرون رفتم و بغلش کردم. گفت میخواهم هرگز فراموش نکنم که شما مرا از کجا به کجا پرواز دادید. دکتر فرید عبدالعلی یا عبدالعالی امروز یکی از استادان ممتاز و برجسته دانشگاه هاروارد آمریکا هستند. اگر به خدایی به خدایی رسید. حالا ما سعی میکنیم این آقای دکتر فرید عبدالعالی هم پیدا کنیم و ببینیم این داستان حقیقت داره و امیدوارم از این داستانها هر روز بیشتر بشنویم و حقیقت داشته باشه. خب دوستان عزیز این رو هم بریم به دست فراموشی. بله این راهپیمایی هم بهتون نشون میدم ما اشتباه کردیم. میگه اصفهان 27 آذر، امروز 29 آذر، دو روز پیش در میدان خاجو ببینید که چه تظاهراتی شده و به زودی منتظر انقلاب باشید. یعنی اون یه انقلاب بسمون نبود. بفرمایید. دوستان تو اینا جوان میبینی؟ تو اینا کارگر میبینی؟ تا زمانی که کارگران مخصوصا کارگران تظاهرات شروع نکنن هیچ اتفاق بیفته. و اینی هم که وضع این که شما باید 4 جا کار کنی تا بتونی امورت بگذره، خب معلوم کارگره نمیاد. کارگر اون زمان اگه اومد بهش گفتن تو اعتصاب کن ما پولتو میاریم میدیم در خونت و دادن. بنده مأمور ارتش بودم، مأمور حکومت نظامی بودم، دیدم که مردم میرفتن نفت و نمیدونم برنج و فلان اینها میدادن به اونایی که اعتصاب کرده بودن. این که شما برو خودتو بزن بکش بعد من بیام حالا تازه بشینم ببینم رئیس جمهور بشم یا پادشاه بشم، آخ خدا مرگت بده بلا بگیری ایشالله. این شیخ میگوید در عربستان مردی فیلیپینی مسیحی مسیحی شد با بیان شهادت مسلمان رو ببخشید فیلیپینی مسیحی با بیان شهادت مسلمان رو خوشنود شد. آشنایانش در آنجا جشن گرفتن. شیخ مسجد را مرد رو برد و ختنه کرد. این مرد گفت که من نمیخوام، میخوام برم بیرون. گفتن اگر میخوای بری بیرون حالا مرتد میشی. گفت مرتد چیه؟ گفت حکمش اینه که سرتو بزنیم. گفت این چه دینیه که وقتی میخوام بیام داخلش سر معاملمونو باید بزنیم، وقتی میخوام بریم بیرون سر خودمون رو بزنیم. این جوک رو تا حالا من به 30 نوع مختلف اقلا شنیدم، ولی خوبه. یکی از چیزای جوک همینه که هی میاد منتقل میشه و بازگو میکنن و به اصطلاح به سری بعد میرسه. دوستان عزیز اجازه بدید ما بریم سراغ این دوست خوبمون آقای افشین عبداللهی و ببینیم که بله اگه لطف کنند صدای کامپیوتر رو خاموش کنند و الو جانم خاموش کن عزیزم آقای افشین خان. بله آقای بله بله ما هستیم با شما. اجازه بدید من پس جون دلم
بذار من ببینم اینجا شما احتمالا میکروفون ما اینجا نیست، اجازه بده من ببینم. گاهی وقتی همینه دیگه، ما هم صدای بنده دارید؟ بله صدای شما رو دارم. بله. هم صدای بنده دارید جام صحبی؟ بله بله. دوستان اجازه بدید که من به ایشون بگم صدای شما هست. ما معمولا با اونایی که برنامه داریم قبلش به اصطلاح الو جناب صاحب صدای بنده رو دارید؟ بله بله بله. خب صدای منو نمیشنوه ایشون، اجازه بدید که من اینو قطع کنم دوباره وصل کنم. اینم مشکلات اسکایپ، وقتی که از قبل به اصطلاح چیز نکرده باشیم. الو جناب صاحب صدای بنده رو دارید؟ بله جانم، ولی به نظر میرسه که شما صدای ما رو ندارید. یک لحظه بذارید دوباره من اسکایپ رو روشن کنم. گفته ساین این. بله اسکایپ، میدونید مثلا ما این دوربین رو که برداشتیم به شما اینجا نشون دادیم، مثلا این قرار بوده برای اسکایپ باشه، چون توی این دستگاه گفتیم ازش استفاده کن، حالا دیگه روی اسکایپ نیست. بذارید من اینو خاموش کنم که اسکایپ بفهمه دوباره برگرده اونو بگیره. همه شدن. بله ایشون میگه آقای افشین شاه اللهی است. والا نمیدونم، ببین من قبلا اتفاقا فکر کنم با افشین یک کمی کلکل کرده بودم و ایشون تو تلویزیون ایران آریایی برنامه داشته، بعد چرا دیگه برنامه نداره من نمیدونم، چون مثلا خانم محبوبه حسین پورم تو تلویزیون ایران آریایی برنامه داشته، بعد میگه که اونجا من به اینا گفتم آقا شما این جنگ عرب و فلان و اینها رو بی خود را نندازین، اصلا تو ایران مردم به این فکر و اینا نیستن. بذارید ببینم مایکروفون این، سپیکر این. حالا بله حالا صدای من میاد، احتمالاً ایشون حالا صدای منو میشنوه، ازشون عذرخواهی میکنم و ببینیم چه میشه. آقا بله ممنونم، شما صدای منو دارید الان؟ بله درود بر شما. بسیار عالی. خب بله بله بله، اجازه بدید من تصویرتون رو ببینم. خیلی ممنون، اجازه بدید تصویرتون رو بدم به این سیستممون. و دوستان عزیز، قبلا هم با آقای افشین عبداللهی آشنا بودید. آقا خوش آمد میگم بهتون، ممنونم. من درباره شما صحبت کردم، احتمالا شما شنیدید، به همین دلیل هم میخواین که جواب بدید. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شما، بفرمایید. سپاسگزارم، درود میفرستم خدمت همیهنان عزیزم در هر کجای جهان که زندگی میکنن. جناب صوفی، من در خصوص برنامه ایران نما میخواستم با هموطنان عزیزم صحبت کنم، به خصوص عزیزی که از کشور خودمون در همین کشور آلمان که در مادر زندگی میکنیم و ایشون هم اینجا زندگی میکنن و فرمودن بیشتر از نزدیک 50 سالی که دارن اینجا زندگی میکنن و خب خوشحالم من واقعا که ایشون اینجا هستن و شاید اصلا بتونیم از حضورشون استفاده کنیم اگر محبت کنن و شما تماسشون هم به ما بده. برنامه ایران نما جناب آقای سوربی و همینان عزیز، در اصل برنامه هست که در پی دوره آموزشی که همونطور که شما خودتون فرمودید در همین تلویزیون ها من داشتم و یک به قول معروف اینجا میگن آوسپیکروم، در اصل دوره آموزشی دوره که ما اینجا داشتیم و خب من برای این تلویزیون ویدیو می ساختم و خدمت می کرد شبه برنامه هاشون تقیی می شد، بعضا برنامه لایبشون فیلم برداری می کردیم و الاخر و خب به طب اونها هم علاقمند بودن روی اصلی که من قبلا برنامه سازی می کردم، کار ویدیویی می کردم و اینها اونها برنامه من رو قبلا می دیدند و در دو سال نیم گذشته هر تعداد برنامه که در یوتیوب یا در فضای مجازی یا در تلویزیون پخش شده بود رو خب اول اینها بررسی کرده بودن، چون خودتون میدونید که برای گرفتن یک دوره آموزشی باید یک زمینه هم از قبل تقریبا وجود داشته باشه. در اصل همین بحث برنامه تلویزیونی و ویدیوهایی که من قبلا ساخته بودم این تونسته بود زمینه باشه برای اینکه من این دوره رو بگذرم و خب پیشنهاد خود مدیر تلویزیون بود که شما میتونید برنامه هم داشته باشید. برنامه‌ای که اینجا پخش میشه برنامه است که کلاً به زبان آلمانی پخش میشه، در اصل تلویزیون آلمان هست. همین وطنان عزیزم که در آلمان هستن، خود شما که بودید مثلا تلویزیون ZDF یا تلویزیون‌های دیگه اینا کلاً برنامه‌شون آلمانی هست و هیچ بخش دیگری به زبان‌های دیگه ندارن، یعنی اون که در اصل اورجینال دویچ هست یا همون اورجینال آلمانی هست. شاید مثلا الان تلویزیون یورو نیوز به زبان‌های مثلا 13 14 تا زبان دیگه هم برنامه داره، ولی وقتی شما یورو نیوز اصلی رو میزنید در اصل اونها بر اساس همین برنامه‌های اصلی و زبان اصلی خودشون رو پخش می‌کنن. اگر شما مایل باشید مثلا میزنید بخش فارسی یا اصلا کلاً این برنامه فارسی میشه. در صورت این برنامه که از تلویزیون اوفن کانال به صدا استان هسن پخش میشه
برنامه است که آلمانی هست. حالا ما روی اصل این که هممیهنان عزیزمون اطلاعات زیادی دارن، خود به خود در فضای مجازی هستن، و وقتی من با آلمانی ها برخورد میکردم و صحبت میکردیم در رابطه با ایران و مسائل و مشکلات ایران، اونا همیشه اشاره بر این داشتن که ما چیزی رو که میبینیم از تلویزیون هایی که به اصطلاح دسترسی بهش داریم، رسانه هایی که اونها دسترسی دارن، که خب خود به خود برمیگرده رسانه های جمهوری اسلامی و تلویزیون های لس آنجلسی، هم خود به خود میدونید که آنتن و اون سمت و سوی رو که داره به سمت ایران هست، فرکانسایی رو که داره اینجا، اصلا ما در کشور آلمان نداریم. یعنی باید کل دیش و ماهواره رو به اصطلاح تنظیم کرد روی اون سیستم تا بشه فارسی رو دید. مثلا اکثر پناهندهایی که اینجا هستن که از کشور عربی اومدن، اینها همه ماهواره‌شون رو به سمت اونجا گذاشتن و برنامه به اصطلاح عربی زبان رو نگاه می‌کنه، یعنی هنوز هم برنامه تلویزیون سوریه یا عربی. در صورت بعضی ایرانی‌ها هم همین کارو کردن. حالا حسابش رو کنید، تلویزیونی که مال آلمان هست، آلمانی ها دارن بیننده‌اش هستن، ما آمدیم و می‌خوایم یک چیز دیگری رو نشون بدیم، یعنی فضای دیگری واقعی ایران رو نشون بدیم. تصاویر از داخل ایران، دهقان فداکاری که شما مثلا برنامه‌اش نشون دادید، برنامه‌ای است که یا داستانی است که من ایرانی میدونم و دوست داشتیم به فرض مثلا آلمانی ها بدونن که چقدر افراد فداکاری هم در ایران هست، یا حتی اعتراضات و همون اعتصابات که شما میگی بخش کارگریش و اینها که باید نمود پیدا بکنه، بسیار جزئی مثلا تلویزیون های مثل بی بی سی، تلویزیون آمریکا یا رادیو فردا و همسال اینها پخش میکنن، که اون هم باز بخش فارسیش هست که داره پخش میکنه، نه مثلا زبان انگلیسیش. این بود که ما تصمیم گرفتیم بیاییم و چهره واقعی ایران رو در اصل نشون اینها بدیم، چون با هر کدومشون صحبت میکنیم میگویم که شما این چیزی که ما میبینیم، به فرض آقای روحانی رو این تعداد میلیون نفر رفتن رأی دادن، این حضور خیابانی رو که ما میبینیم، افرادی که در خیابان میبینیم، یا بعضا در همین خود آلمان روز انتخابات شما تصاویر شده که چقدر آدم ها رفتن و در سفارت جمهوری اسلامی رأی دادن. در صورت اینها این ور سکه رو میبینن. حالا ما میخواستیم روی دیگری از سکه رو نشون بدیم، ولی تلویزیون از ما میخواد که این رو به صورت آلمانی نشون بدیم، به خاطر اینکه این برنامه طوری باشه که ما در فضای مجازی هم استفاده بکنیم و در سایت ها و برنامه فیسبوک خودمون استفاده کنیم. متقاعد کردیم مدیر تلویزیون و مسئولین رو که پخش میکنن که ما این رو به صورت فارسی و آلمانی به قول خودشون پرزیش دویچ داشته باشیم. ببخشید. یعنی همینجا شما یه قدم مؤثر برداشتی، جاده رو صاف کردی برای دیگران که میان، اونا رو آماده کردی که آقای ایکس که آمد ممکنه اون فارسی هم صحبت کنه، آلمانی هم کمتر صحبت کنه. یعنی خود این احتیاج داشته با اینا چونه بزنید، قانعشون کنید که بذارید ما این کار رو انجام بدید و نتیجهش رو امتحان کنید، درسته؟ دقیقا همین هست جناب سعود. ببینید وقتی که شما الان نگاه کنید، کدومی که از تلویزیون های اورجینال یا اصلی زبان اصلی آمریکا میاد و مثلا یک ویدئوی 10 دقیقه فقط فارسی پخش میکنه، بینندش رو از دست میده، یا عربی پخش میکنه یا ترکی پخش میکنه. شما ویدئویی که میبینید که گزارشگر با یک نفر مصاحبه میکنه، سه کلام فارسی که صحبت کرد، سریع مترجم میاد، حالا یا به صورت زیرنویس یا مترجم میاد و شروع میکنه به ترجمه کردن. این شما یک ویدئوی برنامه‌ای رو نمیبینید که 15 دقیقه 20 دقیقه فقط فارسی باشه. حالا ما اینها رو متقاعد کردیم، گفتیم با مدیر صحبت کردیم، گفتیم ما چون بیننده ایرانی هم داریم و بعضا هموطنانمون حتی در خود آلمان یا در اروپا هستن که زبان در اون حدی نیست که بخوان مثلا آلمانی متوجه بشن، پس ما میخوایم اخبار واقعی رو که میخوایم، اولا که قصدمون و هدفمون در اصل آلمانی زبان هاست، چون اونها چهره واقعی جمهوری اسلامی رو نمیبینن. دولت رو با مردم نباید قاطی کنیم جناب اسورد. ببینیم مردم عادی با دولت آلمان متفاوت هستن. دولت و سیاست گذارهاش میاد و به خاطر یک قرارداد، به خاطر مرسدس بنز یا مثلا فولکس واگن بیاد مثلا در رابطه با همین بحث اتمی بیاد و قرارداد ببنده، شاید همه چیز رو زیر پا بذاره، حقوق بشر رو زیر پا بذاره، ولی وقتی با مردمش صحبت می‌کنی راجع به بمب‌های شیمیایی که مثلا به دولت عراق، خود دولت آلمان داد، واقعا متاسف و ناراحت هستن. وقتی بهشون حقایق رو میگی چشماشون باز میشه و این به ما کمک میکنه. برای همین که الان تیمی که ما هستیم، چند تا آلمانی هم داره با ما همکاری میکنه، شاید قبلا اینطوری نبود. در هر صورت ما اینها رو متقاعد کردیم، واسه اون خواهش کردیم اگر امکانش هست ما بخش فارسی و آلمانی رو با هم در از به صورت موازی انجام بدیم. حالا چرا یک خبر اینو میگیم یک خبر اون میگیم؟ چون باهای امتحان کردیم. وقتی ما 10 دقیقه پشت سرم فقط فارسی صحبت بکنی، بیننده آلمانی رو از دست میدیم.
وقتی 10 دقیقه پشت سرم آلمانی صحبت بشه و بعد منتظر بشه بیننده تا بیاد اون 10 دقیقه فارسیش شروع بشه، خب به طب بیننده آلمانی رو از دست دادم. یعنی که ما همه اینها رو به قول معروف آزمون و خطا رو انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که همون خبری رو که میگیم، کلمه مثلا به فرض اشترانکو رو که میگیم، یا مثلا که این بچهای خونورد اون رفتن و متاسفانه تعدادشون کشته شدن و بس امداد رسانی ضعیف بوده، در هر صورت این اخبار رو مثلا ما منعکس کردیم. یا اینکه حتی در رابطه با دهقان پدافند یا در رابطه با زلزله ما خیلی بازتاب خوبی داشتیم در رابطه با زلزله ایران که در سر پلزاد اتفاق افتاد. آقای عبدالله خیلی ممنون از توضیحاتی که دادین، امیدوارم کافی و وافی باشه برای دوستان. اگه بازم سوالی دارن بپرسن. شما چون یکی از کسانی بودید که من به خاطر زلزله باهاتون مصاحبه کردم و امدادگر بودید و اینا، و همین الان شنیدم که باز زلزله‌ای در ایران اومده به شدت کمتر از 6 ریشتر، از اینم شما با خبر هستید یا اینکه مشغول برنامه بودید و متوجه این خبر نشدید هنوز؟ الان ما در استان کرمان زلزله مدام داریم و ببین این پس لرزه‌ای که یک زلزله وقتی به ابعاد خیلی بالای 7 ریشتر میاد به تمام گسلایی که در سطح جهان هستن در از تاثیر خودش نشون میده و این اتفاق داره مرتب میفته. در از پس لرزه‌ای که داره اتفاق میفته، عرض کردم ما چند تا گسله بزرگ در ایران داریم من جمله در تهران که به صورت ویشک هستن. در حسرت جناب آقای سوری، یعنی که من الان باید برم و دوباره اخبار رو ببینم، چون در یک دو ساعت گذشته حقیقت مطلب داشتیم برنامه شما رو میدیدیم و اینو من ندیدم، ولی در رابطه با کرمان اگر میفرمایید دقیقاً اطلاع دارم کرمان وضعیت چطوری هست. نه، یکی از دوستان نوشته بود تهران میگن تهران اومده بود، 100% دوستان که از داخل ایران با ما بعضن تماس دارن برام میفرستن، من چیز ندیدم الان سریع باید نگاه کنم. حالا اجازه بدید ما برای اولین بار بگیم که امیدواریم این خبر دروغ باشه، با اینکه این همه بله. اگر اینطوری باشه ما یک مانوری در ایران داشتیم در رابطه با تهران، اینها اومدن و در تهران یک کوچه تقریبا 60 تا 70 متری رو، یعنی بلندی 60 70 متر در بافت قدیمی تهران آمدن و یک مانور زلزله گذاشتن برای اینکه چگونه بشه اونها رو به اصطلاح وارد عملیات شد و عملیات رهاسازی در اصل یکی از بخش‌های مهم امداد است و کمک‌های اولی و انتقال، که اینها جزء 9 تا 10 تا پروسه داریم که پشت سر هم باید اتفاق بیفته. باور می‌کنید نزدیک 7 ساعت با وجودی که می‌دونستن قراری که زلزله آمده و در صورت مانور نزدیک 7 ساعت طول کشید تا در اون کوچه‌های رستورا بسیار تنگ و با کمبود امکانات ترافیک سنگین تهران که این نیروهای امدادی، ببینید فقط نیروهای امدادی آمبولانس و آتش نشانی نیست، برق باید سیستم برق باید کنترل بشه، سیستم آب باید کنترل بشه، ماشینای امدادرسان گاز، برق خدمتتون که عرض شود، آب، اینها باید همه حضور داشته باشن، آمبولانس در آخر و نیروهای امدادی از گروه های مختلف. خب این از که 7 ساعت فکر کنید فقط یک کوچه 60 متری علارم که از قبل هم آمادگیش بود و به صورت مانور بود، حالا شما حساب بکنید بدون آمادگی خدای نکرده، واقعا امیدوارم که این خبر سرطان داشته باشه. و در فصل سرما در انتها فقط از اون هموطن عزیزم که این صحبت کرده بودن بهشون اینو بگم که در اصل آلمانی ها باید بیان از ما ایراد بگیرن، بگن شما چرا در برنامه تلویزیونی آلمانی میایید و فارسی صحبت میکنید، به همین خاطر نمیدونم چرا هموطن عزیزمون اینجوری صحبت کردن. امیدوارم که ایشون مایل باشن اصلا بیان با ما همکاری کنن، چون ما هر خبری که تهیه میکنیم ببینید اخبار و کلمات و جملات و مؤسسات و سازمانهایی که ما داریم اصلا به موازاتش در آلمان نباشه، ایشون بهتر میدونن. حالا من بخوام یک نامی رو مثلا از اداره فلان که اسامی که جمهوری اسلامی درست کرده بعد از انقلاب که اصلا یه همچین اداراتی درست شده، اینها رو ما ترجمه کنیم به زبان آلمانی یا به موازاتش در اختیار یک هموطن دیگرمون قرار بده که اوشون بیاد و همکار من در هست بیاد اونو ترجمه تصحیح کنه و دوباره باید بدیم یک آلمانی رو به صورت اخبار در بیاره. شما یه موقع از آلمانی صحبت میکنید میرید مغازه یه چیزی میخواد بخرید و برگرد، یه موقع میخواد خبر بدید میدونم جمله و گرامرش اصلا فرق میکنه. باور کنید ما برای یک برنامه یک هفته ای، یعنی در از یک هفته 4-5 روز فقط اول خبر رو اصلی رو باید پیدا کنید، ارزش خبریش، و بعد میگیم چیکار کنیم اینو به آلمانی ترجمه کنیم. اونم این روزا که خبرها اونم این روزا که خبرها به صورت برق و باد کهنه میشه. ضمن دوستمون از کالیفرنیا لینک رویتر رو فرستاد، من روی فیسبوک هم گذاشتم که زلزله‌ای به شدت
5.2 یعنی 5.2 ریشتر آمده. اگر وقت کنید جمعه باز یک صحبتی در این باره انجام میدیم. ممنونم از توضیحتون. بذارید شما چون گفتید که اگر کسی قراره اعتراض کنه آلمانیا باید بشن، اجازه بدید ما هم تصور کنیم این دوست ما به دلیل اینکه 50 سال آلمان بوده شاید آلمانی شده و اعتراض کرده، ولی این چیزی که شما بهش گفتید و این دعوتی که به اصطلاح ازش کردید امیدوارم بهتون جواب بده و بیاد باهاتون همکاری کنه. اصلا بیان و با 50 سال سابقه زبان آلمانی اصلا ما رو یاری کنن. اگر واقعا دلش برای هموطن خودش میسوزه، دلش میخواد که واقعا اخبار واقعی پخش بشه، شماره تلفن من هست، هر موقع شما دستور بفرمایید من میذارم و دوستان بیان و اصلا ما کاملا باز هستیم، یعنی فیسبوک ما و اینستاگرام تلگرام اینا هم باز، دوستان بیان. من با کمال میل از ایشون دعوت میکنم، درخواست میکنم، خواهش میکنم ازشون اینقدر تجربه داشته باشن اصلا بیان و با ما همکاری کنن که ما بار و فشار کاریمون کمتر بشه و در خدمتشون باشیم. بسیار. یک مسئله دیگه جناب صحبت یکی دو مرتبه فرمود علارغم اختلاف نظراتی که من و با آقای افشین عبدالله دارم، من و شما هنوز راجع به نظرات و نقطه نظراتمون تا حالا فکر نمی‌کنم صحبت کرده باشیم که بحث مخالفت یا ضدیتش داشته باشیم. ما بیشتر بحث تلویزیونی و رسانه‌ای داشتیم. دورادور از به اصطلاح فیسبوک و ویدیوها و اینا میشناسمت، ولی اتفاقا دوستی خوب اینه که آدما بتونن با اختلاف سلیقه دوست باشن. من بهترین دوستای دوره مدرسه هم اینا همشون کسایی بودن که یه بار با همدیگه دعوای زد و خوردی داشتیم و بعدش فهمیدیم که خط ناراحت شدن این کجاست، خط ناراحت شدن من کجاست. و اصلا مهم نیست شما هر طرز فکری داشته باش، شما بیا راجع به طرز فکرت بگو، منم راجع به طرز فکرم میگم، بعدش هم با هم دیگه دوست هستیم. با شما که نور علی نور هم شهری هستیم، هم اصلا با اون آقای کاکا جان و اینا همه میشناسیم دیگه، هیچی آقا شما توی لیست خوبا هستی. نظر لطفتونه. خیلی ممنون جناب سوری. اگر 2 دقیقه دیگه فقط به من وقت بدید سپاسگزار میشم. بفرمایید. خواهش میکنم. یکم در رابطه با ویدیو عروس آریایی که این نه عروسی نه عروس آریایی که در اصل برمیگرده به تمام بانوان و زنان هموطنمون که شعر و آهنگش معروف به این داستان بود و باور نمی‌کنید هم ایران هم که بودیم در رابطه با سد سیوند زمانی که اینجا قوقای بود و اینها، من رفتم و شب توی به اصطلاح تنگ بلاغی و بالای اون کوه خوابیدم که بتونم یک ویدئویی فقط در رابطه با پاسارگاد تهیه بکنم. ویدئوی دیگری هم من دارم در رابطه آرش کمانگیر، در رابطه با آریو برزن، سرزمین جاوید، عروس آریایی و حتی در رابطه فردوسی که ما به زبان فارسی صحبت بکنیم. و تمام ویدئوها و اینها در لوکیشناش و همش به قول معروف محیطی که ضبط شده پاسارگاد تخچمشید نقاط دیدنی و تاریخی ایران است. همون موقع هم کسی نمی اومد بگه شما چگونه اصلا با لباس عروس بدون حجاب با کلچلوار و کراوات توی این مملکت رفتی کنار مقبره کوروش وایسادی و چجوری این ویدیو رو مثلا گرفتید، اصلا چجوری رفتی؟ همه اشکال تصویری، نمیدونم چرا اینجوری نکردی، چرا اونجوری نکردی، چرا چپ رفتی، چرا راست رفتی، چرا دستتو بلند کردی، شانس آوردی، همه چیز رو رها کردی تصویری به اون شما اصلا آقا شانس آوردی. تازه اگه آقا شانس آوردی چون بهت اگه بود میگفتن که ببین این با خود آخونداست که بهش اجازه دادن بره اونجا. باور نمیکنید جناب سوردی، یعنی باور کنید خداوند بزرگ اون نیرویی که باید به من یاری کنه تمام این پازل ها رو کنار هم گذاشته. زمانی که من و همسرم از ماشین پیاده شدیم رفتیم توی به سمعت پاسارگاد که با لباس عروس بریم، اون خوشبختانه عصر بود و من دوست فیلمبردار عروسی رو گفتم شما به مسکی ما رفتیم شما فقط ویدیو بگیر، اصلا کار نداشته باش که چه اتفاقی میفته تا بخواد بیان و جلوگیری کنه. 8 دقیقه تونستم اونجا ویدیو بگیرم و 3 دقیقه از آخرش در بیار. اون نگهبان اصلا بیچاره خواب بود اونجا یه خوب. لحظه ما تا برنامه تموم شد آمدیم بیرون تا خبردار شد ما ویدیو رو گرفته بودیم. خیلی ممنون. اینم یکی از تکنیکای اونایی هست که حرفه‌ای هستن و بلدن کارهای ویدیویی بکنن. خود ما اینجا جایی میریم که اصلا میدونیم ما اجازه نداریم سپایه روی زمین بذاریم، برای اون باید از پارک پلیس اجازه گرفته باشیم، ولی ببخشید اینو میگم خودمونو میزنیم به خرفی، سپایه رو میذاریم و میگیریم، وقتی طرف میاد میگیم ما نمیدونستیم حالا کجا باید بریم فرم بدیم اینا. بعضی هاشون دیگه میگه تو دفعه قبلم همینو گفتی، یعنی دیگه میشناسنم. ببینید من یه سوالی، یعنی طرف به قول من تابلو میشه. حالا من میخوام به شما همین رو بگم، ببینید هموطن من
و ببین طرف میاد دو تا خانم با یه آقای مثلا با دوست پسر دوست دخترش مثلا میان و برنامه لایو میذارن، برید ببینید چند صد نفر دارن اینو میبینن. یه یک ویدئویی الان هموطن من زحمت میکشه تلاش میکنه ادای یک خواننده یا مثلا یه رقص یه نفر در میاره 45,000 تا 50,000 تا 100,000 تا ویو داره. بعد شما میای یک بچه‌ای که مثلا پدرش یا مادرش از دست داده توی مثلا زلزله میذاری به زور 1500 تا 2000 تا بیننده داره. دقیقاً. یعنی میگه اینا همش درده. بعد میخواهیم با هم دیگه متحد باشیم که خب نمیشه. شما چطوری میشه انرژی تو اونجا میذاری اینجا نمیذاری؟ بله من به بارها گفتم بعضیا ایمیل پر لیوان رو ندارن. بله بعضیا ایراد میگیرن، میگم شما برید توی یوتیوب یه پسر جوونی یه کبریت میگیره فلان جاش بادی از خودش میده 2,000,000 نگاش کردن، یا از بالای پشت بوم میپره روی میز میزه میشکنه کمر خودش هم میشکنه، بعد تازه اونایی هم که نگاه میکنن میخندن این احمق مثلا حی بوده یه چیزی کشیده بوده افتاده حالا اونا میخندن. متاسفانه این چیزیه که ما زنیم. شما راجع به سیوند صحبت کردی، وقتی ماجرای سیوند بود و دوستانی هم که اینجا نشستن از دور هی میگن لنگش کن و اون عکسای فتوشاپی اومد که متاسفانه به جای کمک ضرر زد و اینها، من از یکی از دوستانی که توی اون منطقه زندگی میکنه سوال کردم، گفت اینجا که میدونی اصلا این منطقه بوده که برنج میکاشتن، من حالا شما سن جوانتر از منه، من یادمه که جاده رو بردن بالا که همیشه این جاده مردش رو آب میبرد بین شیراز و مردش، جاده رو آوردن چند متر بالا که همون مصادف شد با جشن های 2500 ساله که بعد مردم میگفتن به خاطر جشن ها جاده رو درست کردن. از سیوند برای ما بگو، از این سدی که گفتن یه سدی درست میشه پاسارگاد میره زیر آب واقعیت داشت؟ آیا مثلا افرادی، اسمشون رو من نمیبرم تو برنامه خودم میگم، افرادی مثل خانم فلانی مثل آقای فلانی با یه وبسایت درست کردن جلو این کار رو گرفتن؟ یه مقداری از این ماجرا برای ما صحبت کن. خواهش من. ببینید جناب سرگز، خود من یک از مخالفین ایجاد اون سد بودم و ویدئویی هم که ساختم به نام سیف پاسارگاد یعنی نجات پاسارگاد در رابطه با همین مسئله بود. ببینید مقبره کوروش بزرگ تا سد سیمند و تنگ بلاغی که شما بخواید برید و در منطقه تنگ بلاغی وقتی وارد میشید فقط و فقط بحث به قول معروف مقبره کوروش نبود، بخش‌های دیگر به اصطلاح از تاریخ باستان ما هم در اون منطقه قرار دارن. سد سیمند قرار بود که تاج سد بالای 60 متر باشه، بعد تاج سد رو آوردن پایین‌تر. زمانی که من این ویدیو رو داشتم تهیه می‌کردم دقیقاً پایه‌های اون، حالا من برای هفته آینده یا بعداً میتونم ویدیو رو در اختیارتون بذارم که دقیقاً از محل ایجاد سد داره ویدیو گرفته شده، یه ویدیو کلیپ هست و شعر داره نشه. این سدی که ساخته شد خوشبختانه اصلا بارندگی، یعنی خوشبختانه بدبختانه حالا در اصل به خاطر خشکسالی اصلا آبگیری نشد، یعنی شاید بگم چند کیلومتر هم 3-4 کیلومتر هم اصلا پشت سد اصلا آب جمع نشد. این نزدیک همون سد دونوزه ولی اگر آب هم جمع میشد اثر مخربی که داشت روی بخش‌های دیگری از به اصطلاح تاریخ باستان ما و اون قصرهای کوچک یا مکان تاریخی که در خود سد منطقه مزرعه منطقه بلاغی هست در اون تنگه قرار داره و بعد این تنگه انقدر پیچ در پیچ هست و الی آخر و اصلا از کنار مقبره کوروش یک جوی آب رد میشه، یعنی یک جوی آبی که تقریبا میخوام بهتون میگم به فاصله 50 متریش هست، نزدیک 50-60 متریش اصلا میتونم بگم یک از رودخونه به صورت جوی آب، هم ایاتون باشه شیراز هم چند تا داشتیم بله. به خیرات بود و الی آخر اینا تقریبا اصلا این همچین چیزی هست در کنار مقبره کوروش. من که دروغ نمیگم که هموطنان عزیزم که در پاسارگاد زندگی میکنن همه شاهد هستن، هر کس پاسارگاد رفته میدونه این مسئله، ولی این که این سد اگر آبگیری میشد و میلیاردها متر مکعب آب پشتش جمع میشد از تنگه بلاغی رد میشد شاید، ولی مقبره کوروش سطحش بالاتره و تنگه پایینتره، یعنی امکان این که بیاد باید خیلی آبگیری وسیعی شاید بگم نمیدونم چقدر باید آب جمع میشد تا به اونجا میرسید، ولی این که از بود زیست محیطی تأثیر میگذاشت بی تأثیر هم نبود و 100% بود، ولی قسمت های دیگری بود که میرفتی و تو تنگ بلاغی که میرفتی حفاره میکردن و گروه های خارجی اونجا داشتن حفاره میکردن، روز که من رفتم ویدیو بگیرم اونجا حفاره میکردن و بخش های دیگری از به اصطلاح دروازه‌های ورودی کاخ ها و اینها اونجا پیدا شده بود، ولی متأسفانه اگر آبگیری میشد اینها 100% زیر آب میرفتن. آقای عبداللهی اگر
ولی خود مقبره کوروش اگر میخواست زیر آب بره کامل، اون ویدئویی که ساخت میشد امکانش بسیار بسیار ضعیف بود، ولی که از نظر زیست محیطی 100% تحصیل. بسیار ممنونم، امیدوارم یه فیلمی یا یه توضیحی در مورد این سد و اینها بگید. من در حین صحبت شما اون ماجرای اردکویک رو نشون دادم و توی تهران بوده، حتی خود رادیو تلویزیون ایران گفته. در این مورد هم اگر صحبتی کردید و برنامه درست کردید برای من با همون برنامه بفرستید، نشون میدم از فردا یا احتمالاً جمعه بازم چند دقیقه با شما خواهی بود. خیلی از شما ممنونم و همین که لطف کردید به این سرعت به اصطلاح جواب دادید، ریسپاند دادید، نشون میده که چقدر برای کارتون ارزش قائلید. ممنونم از شما. سپاسگزارم باز هم از همیهن عزیزم در آلمان. اولا اگر مورد ناراحتی قرار گرفته از بود برنامه من عذرخواهی میکنم، ولی خواهش میکنم که محبت بکنن، دقت بیشتری بشه و چنانچه مایل باشن هر کدوم از هموطنانم در آلمان که توانایی این رو دارن که با ما همکاری کنن، من از همین طریق تلویزیون شما دعوت میکنم که در خدمتتون باشم. بسیار ممنونم. بهترین ها رو برات آرزو می‌کنم. به امید دیدار. سپاسگزارم. شب و روزتون خوش. اگر امکان داره شما اسکایپ رو قطع بفرمایید، چون من تا بخوام برم از کارت خارج میشم. باشه، چشم. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، با آقای افشین عبداللهی بودیم از آلمان و ایشون گفت که اگه کسی بخواد شماره تلفن اینها، شماره تلفن لازم نیست. دیگه فیسبوک، چون اون کسی که ایشون رو دیده بود و ویدیو رو دیده بود از فیسبوک ما دیده بود، بعدم با من تماس گرفت. این تلفن دیگه مال قرن 19مه، تلفن و تلگرام. و اما خبر رسید که آقای بقایی رفیق شفیق احمدی نژاد به 62 یا 63 سال زندان محکوم شده و احمدی نژاد گفته آموغلی لاریجانی به چی به نیت 63 حساب مخفی رئیس قوه قضاییه. نمیتونم درست اینو بخونم. میدونید که احمدی نژاد یه مهلتی داده بود به اینا و اون مهلت تموم شد و دیروز یه ویدیوی اینور اونور میگشت که احمدی نژاد گفته حالا ما هم یک کم باز حیا میکنیم تا ببینیم اینا چه کار میکنن. نمیدونم، مثل که یه خبرهایی در راه هست. ولی یه خبر خوبم بدیم، آقای بهرام رادان، این هنرپیشه است یا شاعر، من دیدم ویدیوهای خوبی درست میکنه و اینها، که هر وقت هم این ویدیو رو دوستان برای من میفرستن میگم خب همه این چیزایی که این میگه ما هم میدونیم، مردم بدن، مردم با هم همکاری نمیکنن، ما اینجوری هستیم، ما اونجوری هستیم. حالا ایشون اینا رو به صورت نظم در آورده با صدای خوبش، با قیافه جوانش و اینها میگه، به دل میچسبه، آخرش یه چیزی میسینگه، یه چیزی کمه و اون چیز چه باید کرد. بهرام رادان، بازیگر ایرانی در سئول پایتخت کره جنوبی، در برنامه حمل مشعل المپیک زمستانی 2018 مشعل بازی ها را حمل کرد. رادان به همراه دیگر چهره های اعزامی به کره مثل عظیم قیچی ساز، کوهنورد مشهور حسن میرزا حسینی، بهناز شفیعی موتورسوار و چند نفر دیگر در مسیر کوتاهی که برای مشعل داری برنامه ریزی شده شرکت کرد. برنامه 110 روزه حمل مشعل المپیک از سوی برگزار کنندگان و سامسونگ موبایل به عنوان حامی مالی برگزار می شود. اینم از این. دوستان عزیز، به پایان وقت داریم میرسیم. به قول اون آقای مهران صدری بود، می گفت به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. و ماجرای بحرین رو اگه خواستید، چون به دوستانم گفته بودم که در این مورد صحبت میکنم، یه چند دقیقه صحبت کنیم، برید روی فیسبوک ببینید که نمیدونم دو ساعت که حرف بزنیم سر و کله و همه میرزه به هم، داغون داغون میشه. میبینید که اینجا یه چیزی گذاشتیم که اون ویدیویی هست که در موقعی که میخواستن درباره بحرین تصمیم بگیرن توی مجلس، این آقای پزشکپور از حزب پان ایرانیست وایساده با شور و هیجان صحبت میکنه. حالا ببینید این ویدیو رو، من دیگه همتون میدونید ولی باز پخش میکنم. نژاد ایرانی در این منطقه از جهان و در زمینه وظایفی تر از ما در پیشگاه سرزمین و ملت و شاهنشاهی ایران بوده داریم خطیر است و غم انگیز. مخاطرات و غم این لحظات رو جناب آقای وزیر خارجه، وزیر خارجه رو دیدید؟ این آقای چیز بود دیگه، بگید داماد شاه زاهدی نشسته بود. حالا جالب اینه که خانم
نیر قربانی ایروانی عزیز اینو نگاه میکنه و مینویسه من نمیدانم که چرا ملت نمیخواهد بداند که بحرین از سال 1382 ببخشید 1832 به میلادی نوشتن مال ایران نبود و حتی نفر آن را هم یک شرکت کانادایی اخراج میکرد و به همین دلیل دکتر مصدق وزیر خارجه بودند در سال 1903 و یا 4 که وزیر امور خارجه بودند و در بحرین شلوغ شد به دولت انگلیس گفتند که آنجا را آرام کنند. همینجا شما صبر کن، شما به من بگو اگه بحرین مال ایران نبوده، آقای مصدق اصلا به چه اجازه‌ای به انگلستان بگه برو اینجا رو که مال خودت ساکت کن یا نکن؟ بعدم شما یه بار میگید 1832 1832 68 سال اینجا 3 سال هم اینجا 71 سال بعدش میگید. توی این 71 سال چه ماجرایی گذشته؟ از همه اینها مهمتر باز برگردیم به همین بالا، همین مدرکی که آقای پزشکپور داره صحبت میکنه. پزشکپور میگم درسته؟ بذارید ببینم. بله، جدایی استان 14 ایران بحرین. چرا بعد اون آقای نخست وزیر بیاد بگه بحرین مثل یک دختری بود که حالا بزرگ شده باید شوهر میکرد، ما شوهرش دادیم؟ آخه خانم نیر عزیز، شما که معلم بودی، شما که خواهر بزرگ من هستی، نکنید والا. شما تاریخ رو هم میخواین عوض کنی چون که یه شخصی رو مثل بت دوست دارید. یادتونه من به شما گفتم شاه دیپلم نداشت، برافروخته شدید، ناراحت شدید؟ یادتونه قرار شد شما برید تحقیق کنید بیان؟ یادتونه شما نیومدید؟ یادتونه من رفتم آقای دکتر ناصر انقطاع رو آوردم؟ یادتونه آقای دکتر ناصر انقطاع گفت شاه دیپلم نداشت؟ یادتونه آقای سرهنگ عقیلی پور گفت شاه دیپلم نداشت؟ یادتونه آقای تیمسار آریان پور گفت شاه دیپلم نداشت؟ آخه وا مصیبتا، این همه میگن شاه دیپلم نداشت، خود شاه هم هیچ وقت نگفته من دیپلم داشتم، شما میگی شاه دیپلم داشت. شاه دیپلم داشت چیکار کنیم دیگه؟ چیکار کنیم؟ شاه دیپلم داشت. حالا کسی که دیپلم داشت، کسی که سوئیس رفته بود، کسی که درس سیاست بلد بود، چرا این کارا رو کرد؟ چرا خبر نداشت تو اتاق بغلیش چی میگذره؟ یک کمی شماها که طرفدار پادشاه هستید، خودتون اگه جزو این خانواده میدونید بگید که این خانواده اشکال داشته. روز روزگارتون خوش، انقدر گفتنی ها دارم ولی این کله واقعا دیگه. دیروز بود با یک صحبت میکردم گفتم انقدر که آدم آب از بینیش میاد فکر میکنه این بالا چه خبره، چه مغزیه که این داره آب میشه. مغز ما از دست شما آب شده. در صورت دوست عزیز، کجای دنیا میشه یه نفر بیاد تو مجلس صحبت کنه درباره کشوری که مال ما نبوده، بعد وزیر امور خارجه نشسته باشه بلند نشه بگه مرد حسابی بحرین مال ما نیست، تو داری مزخرف میگی؟ بعد اونای دیگه هم دارن میگن احسنت، یعنی شما درست میگی. بعد شاه اومده رفراندوم گذاشته، شاه اومده انتخابات گذاشته، شاهی که رئیس نماینده ها را انتخابی ببینید 30 تاشو منتصب میکرد انتصابی بوده، 30 تای دیگه هم پارتی بازی بوده خودشون میذاشتن. خانه از پای بس ویران است. آقای سعید میگه اگر بحرین مال ایران نبود پس چرا نماینده بحرین در مجلس داشتیم در همان زمان شاه؟ والا خب نشون میده که شاه انگلیسی بوده، نمایندگان کشورهای انگلیس اونجا بودن. نه میدونید یه چیزی میگن که بدترش میکنن. بعد بله، باز دوباره همون بالا نوشتن، اینم از این. ممنونم دوستان. نه هر این دوستمون آقای سم اوستا نوشته آقای سوربی این شاه الله یا اصلا منطق سرشون نمیشه، برای همین هم است که 40 سال خودشون رو به در و دیوار میزنن به اسم اپوزیسیون که به قول معروف کمپوزیسیون شده ولی در بین مردم نتونستن جا باز کنن. ملت ایران نه شاه میخواد نه شیخ، البته این رو خود رضا پهلوی فهمیده ولی طرفدارانش نفهمیدن. شما از طرف ملت ایران هم صحبت نکن، بگو آقا ما یا من دیگه نمیخوام. خب منم که نمیخوام، این شد دوتا. اونای دیگه که میخوان جمع بشن یه جا ببینیمشون. چرا هی فوش میدن میگن فلانی مزدور؟ شماها که مزدور نیستین یه حزبی را بندازین، حزب مزدور نباشان، چی بگیم بهتون؟
دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، حمایت کنید از تلویزیون مردم. ایام تعطیلات هست، کریسمس، گیفت، سال نو داره فرا میرسه. دوشنبه آینده و دوشنبه بعدش یکیش میشه کریسمس، یکیش میشه اول ژانویه برنامه نخواهید داشت. به جای دوشنبه، روز یکشنبه ساعت 9 شب بیاین در گرین هاوس و هر کسی زنگ بزنه به این شماره تلفن 571-242-0226 و بلیت از اونجا تهیه کنه، به اصطلاح 10% میتونه تخفیف بگیره. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. شما هم اگر حرفی برای گفتن دارید، بیان تلویزیون مردم این پلتفرم یا این سکوی ارتباطی رو در اختیار شما قرار خواهد داد. روز روزگار بر شما خوش. برنامه ها رو پی میگیرید. مرسی.